کتاب های صوتی این مجموعه اختصاصاً برای کانال شبنشینی حالو تهیه شده است قصه های ایران کوهن برای خود سال و میان سال و کوهن سال کتاب دوم مرز با نامه قصه های مرز با نامه بخش 21 و سلام بر دوستان و خوبم شب شما بخیر دنباله قصه موش و گربه میخوام براتون بگم خروس اگر خاطرتون باشه با گربه صحبت کرد و در حال صحبت اونها که میگفت موش پشت سرتو داره بدگویی میکنه موش وارد شد و قیافه وحشتان که گربه رو دید که عصبانی و خشمگین داره نگاه میکنه زبونش بند اومد نتونست حرف بزنه پاهاش از حرکت واموند انگار فلت شد از ترس از وحشت گربه بود اگر حمله میکرد میتونست با یک ضربه از بین ببره و بخورتش خوروس که گربه رو حسابی تحریک کرده بود شروع کرد به گفتن گوگلی گوگو گوگلی گوگو که کرد یعنی اینکه گربه حمله کن گربه حمله کرد و موش بیچاره رو گرفت و در دم کشت و گذاشت توی دهنش و این قصه تموم شد زیرا گفت من هم میبینی که مثل تو میدونم که اگر مردمان بخوان با هم متحد بشن یا اینکه شروع کنن به بدگویی و دشمنی بالاخره زندگی آدم رو تباه و خراب میکنن تباه کردن یعنی از بین بردن از همینم از کلمه تبهکار یعنی کسی که کارهای زشت و نادرست و بیهوده میکنه زروی گفت زیرک گویا داری میپذیری که پادشاه بشی اما فراموش نکن من مثل اون موش که الان حکایتش گفته شد دوست تو هم. و تو سعی کن احترام منو نگه داری و با من مهربون باشی و مقام من رو دائم پیش دیگران بالا ببری که چرا اگر ببری مقام خودت بالا میره مگر داستان اون زاغ و بچه زاغ رو نشنیدی؟ گفت که نه نشنیدم گفت بله زاغی بود دختری داشت زاغ که میدونید یعنی کلاق دختری داشت بسیار زیبا که تمام پرندگان از انواع و اقسام توی جنگل زیبایی این زاغ رو که میدیدن میگفتن اصلا زیبایی تاووس پیش تو هیچه تو انقدر زیبایی ای دختر زاغ و همه عاشقش بودن خواستگارهای مختلف از جاهای گوناگون میومدند گوناگون یعنی همون مختلف گوناگون می اومدند و می که ازدواج کنند با این بچه کلاغ اما بچه کلاغ رازی نمی شد تا روزی بومی بوم یادتون باشه جغد ما قصه بوم و کلاق رو قبلا داشته ایم توی قصه های همین کتاب مرز با نامه بومی مادرش رو فرستاد برای خواستگاری بچه کلاق مادر اومد و گفت بله پسر من عاشق دختر شما شده و میخواد باهاش ازدواج کنه شما اگر میشه راضی کنید مادر کلاق گفت من باید با دخترم صحبت کنم من نمیتونم به اجبار و به زور بهش بگم با کی ازدواج کن چون من که نمیخوام زندگی کنم اون میخواد زندگی کنه بنابراین این انتخاب باید مال دخترم باشه مادر به دختر گفت دخترم میدونی که بزرگان از همه طرف دارن پسراشون میان خواستگاری تو اما من فکر میکنم این بوم بد نباشه به خاطر اینکه بوم رو مردم دوست ندارن جغد رو دوست ندارن و کلاق از جغد هم به نظرشون بهتره ولی اگر تو همسر بوم بشی یک حسن داره به خاطر اینکه بوم از تو پایین تره تو دائم میتونی بهش دستور بدی هیچ وقت درشت و زشت به تو نمیزنه هر دستوری بدی اطاعت میکنه باد مهربونی میکنه و افتخار میکنه که یک جوجه کلاق به زیبایی تو همسرشه و حتی میتونی بزنیش اگر زمانی حرکتی کرد که دوست نداشتی بچه کلاق که خیلی عاقل بود گفت مادر ما نباید ازدواج کنیم به خاطر اینکه کسی رو بزنیم یا کسی از کسی بالاتر باشیم اون که زندگی نیست اون جنگه جنگی که آدم توش پیروزه ولی بشه دردی میخوره اون پیروزی اگر برای مردم داری میگی که مردم خب میگن این مثلا چه شوهری کرده شوهر توسری خود بدبختی که داره هر روز میزنه شوهرشو این که افتخاری نیست برای من ولی حرف مردم هم مهم نیست مهم خود من هستم که وقتی کسی زلیل و ضعیف و زبون باشه پیش من اینا همشون یک معنی داره ضعیف معنی میده پیش من ارزشی نداره من اصلا زندگی کردن باهاش لذت نمیبرم زندگی خوبونه که دو نفر با هم به طور مساوی نه شوهر زن رو تحقیر کنه حرف زشت بزنه اذیت کنه و دستور بده و نه زن به شوهر هر دو با احترام در کنار هم زندگی کنند مادر گفت دختر حرف زیبایی زدی من از این حرفت خوشم اومد و قبول دارم این حرف تو گفت ای زیرک تو هم هر چقدر مقام منو بالاتر ببری بین حیواناتی که قرار پادشاهشون بشی مقام خودت بالا میره چون همه میبینن وزیری مثل من داری که خیلی محترمه پس میگن تو چه شاهی هستی که یه همچین وزیری داری زیرک گفت اگر این کار رو کردیم و تو مقامت خیلی بالا رفت و رفتی پیشه حیوانات گفتی که بله من این رو شاهش کردم این اصلا کسی نبوده اون وقت چه میشه؟ گفت نه این کار رو قطعا نمی کنم برای اینکه تو اون زمان دیگه شاه هستی و قدرت و توان زیادی داری مگر اون درخت مردم پرست رو داستانش رو نشنیدی؟ گفت نه چی داستانش؟ گفت در سرزمین چین در زمانهای قدیم مسافری عبور می کرد. شهرهای مختلف رو رفت و رفت و رفت تا رسید به شهری و در اون شهر درختی بود بسیار بزرگ ریشه هاش تا اعماق زمین رفته و شاخه هاش تا آسمان فصل بهار برگهای تازه و جوون میداد و فصل پاییز زردی و قرمزی بر در... برگهای درختش مینشست و زیبایی طبیعت به بیشترین حدش در این درخت بود این درخت انگار از درختان بهشت بود مردم میومدند و این درخت رو پرستیدند به عنوان خدای خودشون بت خودشون و ازش میخواستن که کمکشون کنه و ازش میخواستن که مشکلاتشون رو حل کنه مرد نگاه کرد و گفت این مردم چقدر ابله هند درخت که یک به اصطلاح گیاه بیجانه البته میتونین جون داره جون داشتن به رشد کردن و بزرگ شدن و خب جون داره درخت حرکت هم میکنه حرکتش منتها به صورت رشد و باز کردن شاخه هاست نه به صورت راه رفتن روی زمین این مردم نادان چرا یک همچین چیزی رو میپرستند رفت و تبری برداشت و اومد و گفت من این درخت رو با تبر میندازم تا این مردم بفهمند که هیچ کاری از این درخت بر نمیاد تبر رو برد بالا که بزنه به درخت درخت گفت ببینم قریبه چی کار میخوای بکنی؟ گفت میخوام تو رو بندازم گفت برای چی؟ من که به تو آزاری نرسوندم گفت به خاطر اینکه مردم بدونن تو یکی از به اصطلاح گیاهانی هستی در گیاهی هستی در طبیعت تو از رویدنی ها هستی رویدنی چیزی که از زمین رشد میکنه از رویدنی ها هستی و تو توان خدایی نداری گفت این کارو نکن من به تو بدی نکردم تو هم به من بد نکن منو زخمی نکن عوضش من یه کاری بر تو میکنم گفت چیه؟ گفت تو هر روز صبح بیا پای این پای من یعنی پای درخت و در اینجا سکه ای طلا خواهی یافت برو زندگی تو بساز کم کم پول دار میشی مرد قبول کرد گفت باشه فکر بدی نیست تبر رو زمین گذاشت و رفت فردا صبح آفتاب که زد اومد پای درخت دید بله یه سکه تلون افتاده سکه رو برداشت خوشحال و رفت خرجش کرد روز دوم روز سوم تا یک هفته هر روز اومد و دید که بله سکه تره اونجاست روز هشتم اومد دید چیزی نیست ناراحت شد کوی درخت بی تربیت امروز سکه نزشتی بر من الان تبر میارم رفت تبر آورد و برد بالا که بکوه به درخت درخت گفت چیکار میکنی؟ گفت میخوام بندازمت گفت برای چی؟ به خاطر اینکه طلای منو ندادی گفت که خب بالاخره من چند روزی به طلا دادم و به ثابت کردم که میتونم کاری بکنم او بله ولی به محض اینکه ندی بنده چیکار میکنم تو رو قطع میکنم با تبر میندازمت گفت ببین جوون درختی که میتونه طلا بده میتونه اذیت هم بکنه به ترس از اون که من بلایی سرت بیارم زروی گفت من هم مواظب رفتارم خواهم بود برای اینکه تو مثل اون درخت درسته به من محبت میکنی و منو بالا میبری پیش حیوانات به عنوان وزیر خودت اما این توان رو هم به عنوان پادشاه داری که اگه بخوای منو اذیت کنی و من اذیت نمیخوام زربی گفت بنابراین میبینی که من میدونم که تو پادشاهی اگر بد کنم بد میبینم از تو و در واقع باید قبل از انجام هر کاری و تصمیمی که در آینده تو خواهی گرفت ابتدا تحقیق کنی تا مطمئن بشیم همونطور که اون کفشکر کرد زیرا گفت داستان کفشکر چیه؟ گفت دیبا فروشی به بازار رفت و دیب مردی داره مرغی رو میفروشه در واقع کلاقی رو دیبا فروش دیبا نوعی پارچه بوده و دیبا فروش یعنی پارچه فروش دید این کلاغ کلاق یه گفت که این کلاغ قیمتش چقدره فروشند قیمت بالایی گفت گفت که چطور یه کلاق که نباید ارزشش انقدر باشه گفت این کلاق فرق میکنه این کلاق حرف میفهمه و حرف میزنه و اگر این کلاغ رو تو خونه هر اتفاقی تو خونه تو بیفته اصر همه رو بر تو تعریف میکنه دیبا فروش خیلی برای جالب بود که همچین کلاقی هم پیدا میشه اتفاقا زن دیبا فروش بسیار زیبا بود خیلی خوشگل یکی از خوشگل های شهرشون و در همسایگیشون یه کفشگر بود کفشگر که میدونید کسی که کفش میدوزه قبلا داشتیمش و دیبا فروش شک داشت که گویا زنش با این کفش کرد دوست هستش بچه دقت کنید توی داستانهایی که تالا گفتیم زنها رو در واقع یه جوری نادرست و خیانتکار تو قصه ها منعکس کردن حالا تو قصه هزار یک شب که برتون شروع کنم توی اون که خیلی شدید تره یعنی در یک دور از تاریخ کلا حق با مرده و زن بده و این تو اکثر قصه ها به یه شکلی منعکس میشه یعنی از دو انسان حرف نمیزنیم زن انسان مرد انسان از مرد به عنوان عضو اصلی جامعه داریم حرف میزنیم یه عضو فرعی هم هست که زنه حالا اون خطاکارم هست بدم هست چون تو تمام این قصه ها هیچ وقت اون آقاه رو که کار بدی میکرده با زن دیگران دوست میشده بد راجع بهش نمیگه فقط خانم ها رو حالا بگذاریم اما دیبا فروش آدم عاقلی بود زود قضاوت نمیکرد میخواست چیزی براش اول ثابت بشه بعد قضاوت کنه که آیا واقعا زنش با اون دوست هست یا نه گفت این کلاق رو میگیرم میبرم خونه و خبرها رو به من میده کلاق و گرفت و برد خونه و به زنش نشون داد و گفته ای زن یه کلاق رو بردم که کارهای عجیب میکنه اسرار رو میدونه داستانها رو میدونه خبرهای داخل خونه رو از بر من تعریف میکنه زن گفت مگه میشه مگه کلاق هم میتونه حرف بزنه و این کارها رو بکنه گفت بله این کلاق میکنه زن کمی ناراحت شد به خاطر اینکه با کفشگر واقعا دوست بود و فکر کرد حالا کفشگر بیاد خب چیکار کنیم ما اگه این کلاق میخواد گزارش بده به آقای دیبا فروش دیبا فروش فردا از خونه بیرون رفت و کفشگر اومد خونه پیش همسر دیبا فروش اومد و زن گفت ببین ما نباید با هم زیاد صحبت کنیم تو برو به خاطر اینکه این, این کلاق کلاقی است که حرفای ما رو میفهمه و هرچه ببینه برای دیوافروش دیوا فروش تعریف میکنه کفش کرد دست گذاشت روشه کمش و خندی ها 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 که این چه حرفیه آخ مگه تو عقلت کمه میگن زنها ناقص العقل چون قدیما اعتقاد بر این بوده که زنها ناقص العقل و حق بازن چرا به خاطر اینکه مردها بهشون حکومت میکردن بدون اجازه مرد حق نداشتن بیرون برن با کسی صحبت کنند خیلی محدود بودند و تو جامعه نبودن به طور کلی به خاطر همین خب کسی که تو جامعه نباشه و اخبار جامعه رو نداشته باشه قضاوت های درستی در مورد جامعه نمیتونه داشته باشه و به همین دلیل میگفتن ناقص العقل در صورت که شما میدونید کاترین بزرگ در روسیه الیزابت در روسیه الیزابت در انگلیس ملکه ویکتوریا در انگلیس خانم تاچر در انگلیس اینا کسانی بودند که حکومت کردند و از هر مردی هم برتر بودند در حکومت کردن زن اگر نادان بوده زنهای جامعه هایی نادان بودند که به خانم اجازه رشد اجازه تحصیل اجازه هیچی داده نمیشد. بنابراین ذاتشون نیست ذاتشون مثل هر انسانی هر انسانی مغز داره آموزش بهش بده مثل یه ظرف خالیه پرش کن پر میشه اگر آموزش نمیدی چه انتظاری ازش داری به هر حال کفش کرد بله راست میگم پس خانم ابله هم تا هم ابلهی تو فکر این مرغ حرف میزنه بعد گفت آره من با لبهام با تو حرف زدم الان لبام میبرم جلو ببینم این جناب کلاق چه غلطی میکنه لبشو برد جلو کلاق کلاق با منقارش محکم لب کفشگر رو گرفت کفشگر کرد آخ 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 بیچاره شدم زن بیا یه کاری بکن این کلاق لعنتی گرفته لب منو کلاق ول نمی کرد لب رو و اینم چون لبش گرفت که لبش رو کلاق گرفته و نمیست رو صحبت کنه بیا 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 منو نجات بده یه کاری بکن تو هم بیا جلو لب تو بگیر نزدیک این شاید بخواد لب تو رو بگیری مال منو ول کنه تو هم سرتو بکش عقب زن هم اومد این کاری کرد اومد لبش آورد جلو که کلاق مثلا بخواد لب این آقا رو ول کنه لب خانم رو بگیره و خانم زود صورتش رو به کنار لب هر دو آزاد بشه اما کلاق باهوش بود به جای اینکه لب زن رو با منقار بگیره با منقار لب کفشگر رو نگه داشت با یکی از پنجه هاش لب خانم رو هم محکم گرفت درست در همین وقت که اینا داشتن سر و صدا میکردن که آخ آخ این کلاق لعنتی دیبا فروش از راه رسید و دید بله این دوتا با همن و کلاق هر دو رو محکم گرفته کفش کرد گفت ای زن نابکار نابکار یعنی بدکار من تو رو طلاق میدم. دم طلاق دادن بسیار برای خانم ها کار دشواری بوده وقتی طلاق می به خاطر اینکه جایی نداشتن برن کار نمیتونستن بکنند و خانواده پدری هم حالا یا پدرش مرده بود اگه زنده بودم قبولشون نمیکرد به راحتی و به راحتی هم کسی باشون ازدواج نمیکرد چون میگفتم خوی حتما مشکلی داشته طلاق گرفته مثلا این خانم که به هر حال مردم میفهمیدن با کشکر دوست بوده بنابراین طلاق بسیار براشون وحشتناک بود و خانم ها هر کاری میکردن برای اینکه طلاق داده نشند امروز خب فرق کرده و مردها هم از این مسئله سوء استفاده میکردن وقتی میدونستن می, می, می خانم هیچ جا رو نداره بره هیچ کس رو نداره ازش حمایت کنه هیچ کس بهش قضا نمیده و کار بهش نمیده و فشار میآوردن بهشون و مردها بیشتر مسلط بودن به خانم ها زروی و زیرک با هم این ها رو میکردند و داشتن توافق میکردند که زیرک بشه پادشاه و زروی بره حیوانات رو راضی کنه که شما بیایید ایشون رو به عنوان پادشاه خودتون بپذیرید اما در مدتی که این دوتا با هم صحبت میکردند کبوتری بالای درختی نشسته بود و داشت برهاشون گوش میداد بعد با خودش فکر کرد این دو تا حیوان که از یه جنس نیستند دارن با هم توافق میکنند دارن با هم قرار میذارند و اینها کارشون ممکنه بالا بگیره یعنی زیرک ممکنه پادشاه بشه الان که هنوز پادشاه نشده میشه باهاش دوست شد میشه بهش نزدیک شد یا آدم عادیه اما به محض اینکه پادشاه بشه خیلی ها دور برشن دیگه بهش نمیشه نزدیک شد بهترین فرصت برای اینکه بتونه خودش رو به پادشاه آینده نزدیک کنه الان هستش کبوتر نقشه کشید که بیاد و با زیرک و ضروی طرح دوستی بریزه دوست بشه تا در آینده موقعیت خوبی برای خودش پیدا بکنه وقت ما تموم میشه تموم شده امشب یعنی داره تموم میشه 19 دقیقه است و شد 20 و من بقیه قصه رو قصه مرز نام رو و زروی زیرک رو در شب دیگری براتون خواهم گفت شب شما خوش سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر خیر دنباله قصه زروی و زیرک رو براتون میگم اگر خاطرتون باشه زروی و زیرک داشتن زیر, در... داشتن زیر درختی با هم صحبت میکردن و بالای درخت کبوتری نشسته بود کبوتر بعد از شنیدن حرفای اینها دید که فرصت طلبی بکنه بهتر فرصت طلبی یعنی چه؟ یعنی اینکه شما یک موقعیتی رو ببینید بر خودتون مفید و مناسبه و برید ازش استفاده کنید بدون اینکه اعتقادی بهش داشته باشید دید که سگ فردا میشه پادشاه و اگر امروز خودشو بهش نزدیک نکنه فردا دیگه دیره فردا انقدر دوروبر قصر پادشاه آدم با میسه که کسی رو راه نمیدن تو که اصلا بشنوه ولی الان هنوز پادشاه نشده میخواد بشه اگر امروز بهش نزدیک شه فردا دیگه جزء نزدیکان پادشاه خواهد بود و از این موقعیت به نفع خودش استفاده خواهد کرد این بود که رفت و گفت که ببخشید من قصد گوش ایستادن نداشتم ولی حرف شما رو شنیدم و من فکر میکنم که چقدر زیرک پادشاه بزرگی میتونه باشه و میخوام از حالا شروع کنم و خدمت گزارش باشم البته من کبوتر ناقابلی هستم ناقابلن بیارزش ناقابلی هستم اما در بارگاه پادشاهان، بارگاه یعنی جایی که پادشاه ها کار میکنن دفترشون، ادارهشون، در بارگاه پادشاهان گاه یک مگس میتونه به اندازه یک تابوس مفید باشه، اجازه بدید که من در خدمت شما باشم، زیرا که این رو شنید خوشش اومد گفت هیچی نشده فعلا من پادشاه نشده یه نفر اومده و منو به عنوان پادشاهی قبول داره گفت بله تشریف برید پایین اومد پایین و گفت که اتفاقا من شما رو بسیار بهتون علاقه دارم شما بسیار کبوترها موجودات خوبی هستید و من پادشاه که بشم به همه شما محبت و لطف می کنم دونه های مجانی میخورید و اجازه نمیدم هیچ عقابی بیاد و مزاحم شما بشه و همونطور که من به شما لطف خواهم کرد شما هم باید از من همیشه اطاعت کنید من می خوام یک کشوری درست کنم که درش گنجشک که پرنده کوچکی هستش در آسایش باشه و هیچ وقت باز یعنی اقاب باز به سراغش نیاد هیچ کس مزاحم کلاخا نشه تمام آهوها به راحتی بچرند و هیچ دندون هیچ ببری پلنگی و شیری بهشون نرسه ها و گوسفندها و بزها از شر گرگها آسوده باشند و خود من هم ریاضت پیشه کردم ریاضت یعنی به خود سختی دادن با غذا نخوردن ریاضت پیشه کردم من گوشت نمیخورم من هیچ حیوانی رو پاره نمیکنم بر اینکه بخورم کبوتر قبول کرد گفت که پس اجازه بدید من برم به همه پرندگان اطلاع بدم که پادشاهی در این سرزمین هست همشون بیان با شما بیعت کنن بیعت کردن لغت عربیه یعنی که بیان بگن ما تو رو به پادشاهی قبول داریم قدیما اینطوری بوده یعنی سران قبیله رئیس قبیله ها می اومدن و به پادشاه میگفتن که ما تو رو قبول داریم به عنوان پادشاه دست میدادن با هم و تموم میشد بعد رئیس قبیله برمیگرد تو سر مردم قبیلهش میزد میگو ما این رو قبول داریم دیگه شما هم خفشید و حرف نزنید مردمم هم خب قبول میکردن فردا صبح زود کبوتر پرواز کرد به سمت جایگاه پرنده ها رفت و رفت دم غروب بود که رسید به سرزمین پرنده ها و اومد پایین پرنده ها از دور دیدن کبوتر داره میاد کبوتر رو قبلا به عنوان پست استفاده میکردن یعنی یک کاغذی یادداشتی می نوشتن به پاشون و میفرستادن کبوتر رو راه رو بلد بودند و جلد یه محلی میشدن جلد شدن یعنی اینکه عادت کنی فقط به اونجا بری فرض کنید شما تو خونه این کبوتر دارید کبوتر عادت کرده فقط خونه شما باشه چون اونجا دونه خورده آب خورده من کبوتر رو بردارم بیارم میشه خودم مثلا اون طرف شهر یا در شهر بغلی هر وقت این کبوتر رو کنم برمیگرده میاد پیش شما بنابراین من اگر برای شما پیغامی داشتم این پیغام رو می نوشتم روی کاغذی می بستم به پای کبوتر کبوتر رو پرواز می دادم و می اومد به سمت شما بنابراین کبوتر یک سمبل خبر بردن هم هست پرندا دیدم کبوتر داره میاد همه خوشحال شدند و گفتند آه خبر خوش کبوتر داره میاد ببینیم چه خبر برمون آورده جمع شدن همش احوال پرسی کردن که کبوتر جون حالت چطوره انشالله که روزگارت خوب باشه انشالله که مریض و ناخوش نباشی و بچهات خوب باشند و بعد از تمام این پرسی و گفتن خب چه خبر جدید گفت اتفاقا براتون خبر آوردم و خبر اینکه پادشاهی با دین و ایمان بسیار پارسا پارسا رو قبلا براتون گفتم یعنی زاهد کسی که از خدا میترسه و کارهایی رو که خدا دوست نداره نمیکنه بسیار شجاع و این سگی است به اسم زیرک که تمام شیرها مزش میترسن عقل و درایت و فهم و شعور و مهربانی و و در سرزمینش امنیت هست شما میتونید دونه مجانی بخورید آب مجانی بخورید همه چیز مجانیه کسی هم به کسی آزاری نمیتونه برسونه بنابراین من برم بهتون بگم که این پادشاه جدید دوست داره پرنده ها همه به عنوان شاه قبولش کنن پرنده ها جمع شدن گفتن خوب بسیار خوب حالا ما با هم مشورت کنیم بین خودشون گفتگو کردن گفتن اگه واقعا اینطوری اینقدر پارساست گوشت نمیخوره گیاه میخوره بعد آب و دونه رو میخواد مجانی کنه خب چرا که نه خیلی پادشاه خوبیه به هر حال گفتن بله ما قبول میکنیم و دوست داریم این پادشاه رو ببینیم کبوتر پرواز کرد و فرداش برگشت و اومد پیش زیرک و گفت که خبر خوش که پرنده ها پادشاهی رو قبول کردند و همشون قرار بیان به دیدن تو روزی که قرار بود پرنده ها بیان پرنده ها همه اومدن به دربار پادشاه جدید جناب آقای سگ یعنی زیرک ما که دیگه حالا شده بود شاه و همه به شاهی داشتن قبولش میکردند. هر کدوم رو باشی مهربونی کرد و گفت که بعد از این آزادید همه من بهتون آزادی میدم نمیذارم کسی اذیتتون کنه حمایتتون میکنم همه چیز مجانی خلاص از این قولها بهشون فراوان داد و پرنده ها خوشحال و خندان که عجب پاچه خوبی گیرمون اومده و اما بعدش با کبوتر صحبت کردن که جناب کبوتر بلند و پرواز کن و برو به سرزمین وحوش وحوش یعنی حیوانات وحشی یعنی سایر حیوانات از خرگوش گرفته تا آهو تا گاو و گوسفند و شیر و ببر و پلنگ و فید و مار و, و همشون بگو که پادشاه منم و کبوتر خوشحال با این خبر پرواز کرد و رفت قبل از اینکه برسه به سرزمین وحوش وحشی ها جمع وحشی وحوش عربیه قبل از اینکه برسه به اونجا در واقع خود حیوانات فهمیده بودند خبر بهشون قبلا رسیده بود گفتن ای کبوتر خوش خبر بیا ببینیم چه خبر برمون آوردی گو بله یه پادشاه جدید یه پادشاه خوب که میخواد آزادی به همم بوده میخواد با اون مهربونی کنه میخواد امنیت بهمون بده میخواد خوشبختمون کنه کلا وگوش همه خوشحال شدند و گفتن به چه عالی چه خوب ما خوشحالیم همچین پادشاهی داشته باشیم و همشون باورشون شد در اون وسط که خرگوش بود خرگوش باهوش و دانا زیاد به سهسار حیوانات ساده دل نبود که تا ساده دل یعنی کسی که زود باوره که باور کنه که یه نفر میاد حالا دلش برشون سوخته که باشون مهربونی کنه و به خاطر منفعت خودش نیست بلکه به خاطر ایناست دلش به اینا میسوزه گفت عزیزان من به حیوانات گفت عزیزان من از قدیم گفتند گربه برای رضای خدا موش نمیگیره موش میگیره بخوره این که من میگیرم که خدا راضی باشه حرف رضایت خداوند و میخواد چی کاره رضایت خداوند و میخواست میرفت میشه سی گوشه عبادت میکرد میخواد پادشاه بشه این دنبال منافعشه باید حواسمون جمع باشه شما خودتون دیدید و شنیدید که همه وقتی میخوان به کسی بد و بیرا بگن سگ رو مثال میارن دروغ میگی مثل سگ میزنم صدا در بیاد مثل سگ پدر سگ و خلاصه سگ رو برای فوش به کار میبرن البته بچه ها که این غلطه در فرهنگ ما در فرهنگ قدیم ایران سگ وجود گرامی و عزیزی بوده گفت که خرگوش استدلال کرد و گفت که سگ رو ما برای فوش به کار میری حالا بیام سگ رو به عنوان پادشاه خودمون قبول کنیم این که نمیشه سگ به ظرف ما دهنش بخوره ما باید هفت بار خاک بمالیم هفت بار آب بکشیم تا این تمیز سگ نجسه حالا چی شده شما اومدید سگ رو خوشحالی که بخونید پادشاه خودتون کبوتر گفت خب این یه جنبه از سگ تو گفتیم ما قبول داریم ولی همه سگها مثل هم نیستن اولا ثانیا سگ موجود وفاداریه و وفای سگ در همه جا مشهوره و در عین حال این سگی که ما داریم ازش حرف میزنیم یعنی پادشاه ما گیاهخوار شده اصلا گوشت نمیخوره به هیچ حیوانی حمله نمیکنه میخواد عدالت رو برقرار کنه بسیار عاقله بسیار زیرکه اسمش هم زیرکه حیوانات گفتن چیکار کنیم؟ گفتم بین خودمون یک نماینده انتخاب کنیم که این نماینده ما بره و با این سگ صحبت کنه و بیاد برای ما تعریف کنه که بالاخره آیا واقعا اینطور که میگن عاقل و دانا و زیرک و عادل و عابد و پارسا هست یا این همه اینا حرف بدروغه دروغه کبوتر گفت باشه نمایندشون انتخاب کردن با کبوتر راه افتاد کبوتر از بالا پرید آهو از پایین میدوید تا اومدند و رسیدند به دربار جناب زیرک کبوتر کم زودتر اومد و گفت که یه آهو داره میاد نماینده حیوانات میخواد با شما صحبت کنه برگرده به حیوانات گزارش کنه که بهوش پادشاهی شما رو قبول بکنند یا قبول نکنند زیرک و زردی با هم صحبت کردند و گفتن بهتره به پرنده های که الان اومدن بگیم همشون بیان مرتب در دو طرف مجلس بشینند و وقتی که آهو وارد میشه ببینه چه ابهتی ابهت عبوحت یعنی ترسناکی یا شکوه یا عظمت دربار ما داره پرنده ها رو نشوندن به ردیف همه وزیر جناب زروی در کناری ایستاد و آقای زیرک هم رفت روی پا... تخت پادشاهی نشست و آهو رو مستخدم ها وارد کردند به دربار پادشاه زروی و زیرک با هم یه قراری گذاشتند. زروی به زیرک گفت تو صحبت نکن با آهو بذار من صحبت کنم گفت چرا؟ گفت تو مثلا پادشاهی حتی اگر در بحثی که با آهو میکنی برنده بشی افتخاری نیست میگن که پادشاه مثلا با یه آهو بحث کرده برنده شده ولی یه ببازی خیلی آبروزی میشه اما اگه من بحث کنم و برنده بشم میگن تازه وزیر پادشاه که اینه ببین خود پادشاه چیه آهو وارد مجلس شد و گفت سلام کرد و دید او مجلس با اباحتی پادشاه با گردنش یکم راست گرفت و گفت ای آهو به درگاه ما خوش آمدی خیلی خوشحالیم که تو رو به عنوان نماینده وحوش پیش خودمون میپذیریم اگر سوالی داری به پرس وزیر من زروی جواب تو رو خواهد داد آهو گفت قربان من خیلی خوشحالم که اومدم به این دربار باشکوه شما و اولین مطلبی که میخوام بگم اینه که ما خونه هامون پراکنده است هر کدوم در یک گوشه از جنگل زندگی میکنیم دائم در خطریم مثل گله گوسفند نیستیم دور هم باشیم از همدیگه حمایت کنیم یا مثل آدم ها که در کنار همند و اگر کسی بهشون حمله کنه با هم متحد میشن و حمله بهش میکنند ما آسیب پذیریم به نظر شما ما باید چه کار کنیم زربی گفت که پادشاه مانند آفتاب درخشنده است از اون بالا که میتابه نورش به همه جا میرسه بنابراین هر جا که نور پادشاه برسه مثل نور آفتاب اونجا هیچ مشکلی پیش نمیاد و همه در امنیت زندگی میکنند آهو گفت که حالا من یه خواهش دیگر هم دارم و اون همینه که معمولا پادشاهان هنوز وقتی که قدرت کافی نگرفتند آدم میتونه بره پیششون باشون صحبت کنه مشکلات رو بگه نماینده بفرسته اما به محض اینکه قدرت پیدا میکنند دیگه نمیشه دیدشون اطرافیانشون اجازه نمیدن که ما پادشاه رو بریم ببینیم زیرک گفت که عدل و داد پادشاه ما زیرک خیلی بیش از این حرف هاست. درست مثل خسرو اول انوشیروان عادل و آنخر آسیاب آسیاب قبلا براتون گفتم آس به معنی سنگ آب به معنی آب سنگی بوده که با نیروی آب میچرخیده و در واقع یک میله این حرکت رو منتقل میکرده به یه سنگ دیگر و این میچرخیده گندم و آرد میکرده حالا خر آسیاب یا خر آسیابان آسیابان کسی بوده که آسیاب صاحب آسیاب بوده گفت خسرو انم شیروان برای اینکه عدالت در جامعه وجود داشته باشه و چون میدونست درباری ها و اطراف اطرافیانش ممکنه بعضی از کسانی که میخوان بیان شاه رو ببینند جلوشون رو بگیرن و مانعه بشند تنابی از ابریشم داد ببافند و سر این تناب بیرون بود و یک سر این تناب اومده بود توی قصر و به یک زنگ یا زنگوله یا جرس چرا زنگوله زنگوله در واقع یک چیز فلزیه که فسادشی یه مهره داره تکون که میخواد دینگ دینگ میکنه گردن مثلا بعضی از جونور مثل بوز جونور که نم بعضی از حیوانات مثل بوز و زنگوله میندزن بعد این زنگوله رو وز کرده بودن به اون تناب که هر کی میخواد انوشیروان به دادش برسه این تناب رو بگیره و بکشه صدای زنگ می اومد شاه دستور میداد ببینه کی اومده برای دادخواهی بیارید اینجا تا من عدالت رو در موردش اجرا کنم و نیمه شبی صدای زنگ بلند شد خسرو از خواب پرید و دستور داد گفت ببینید کیه که داره از ما دادخواهی میکنه اومدن دیدن که یک خره حالا ماجره خرچه بوده قدیما در واقع خ... کشاورزا یا بعضی از مردم که خر داشتند فصل بهار و تابستون و پاییز خر رو نگه می دشتند برای اینکه خر میتونست از علف صحرا بچره اما زمستون که علفی نبود و برف همه جور پوشونده بود باید کسی که صاحب خر بود علوفه بخره علوفه جمع علفه علف بخره بده این بخوره و چون میخواستن همچین خرجی نکنند معمولا بعضی ها خرشون وقتی که پیر میشد رهاش میکردند از خونه بیرونش میکردند خر را میفتد توی بیابون میرفت توی سرما تا گرگی چیزی بهش برسه و بخوردش گفتن که بله قربان یه خریه که هم پیر شده هم خسته و هم تنش خارش گرفته اومده تنش و مالیده به این تناب و تناب کشیده شده تنش خارج داشته گفت خره کیه گفتم خره یک آسیابانه گفت که به آسیابان دستور میدم که این خر رو بره ببره و نگه داره چرا رهاش کرده گفتن چون پیر شده و زمستون داره به به دردش نمیخوره گفت نه با ازش کار کشیده ازش استفاده کرده در زمانی که جوون بوده الان باید بهش برسه و نگهداریش کنه و از اون به بعد دستور داد هر کس اسب یا خر یا حیوانی داره که در جوونی ازش استفاده میکنه باید در دوران پیری ازش نگهداری کنه کار نکشه و غذا بهش بده زردی گفت این قصه رو برای این گفتم که بدونید پادشاه شما هم از بزرگان چیز یاد گرفته و مثل اونها عمل خواهد کرد دوستان عزیزم وقت ما تموم شد بقیه یه قصه رو در بخش بعد براتون خواهم گفت شب شما خوش تا دفعه بعد سلام بر دوستان و خوبم شبتون بخیر دنباله یه قصه زروی زیرک رو از کتاب مرزبان نامه ادامه میدم اگر خاطرتون باشه آهو به نمایندگی از همه حیوانات اومده بود تا با زیرک که میخواست پادشاهشون بشه صحبت کنه و برگرده به حیوانات خبر بده که این پادشا به درد میخوره یا نمیخوره اما زیرک و زروی تصمیم گرفتند که ز... زروی به جای زیرک صحبت کنه با آهو به خاطر اینکه مقام زیرک بالاتر از اون حساب بشه و بگن حالا این که وزیرش اینقدر میفهمه ببین خودش چقدر میفهمه گفتگوشون شروع شده بود و داشتن برای هم مثل میابردند و حکایت میگفتند و آهو گفت که البته اگر پادشاه سالم باشه و دزد نباشه به خاطر اینکه دزدی از هر کاری شرماورتره همونطوری که اون دزد زیرک گفت خیلی بهتره زر میپرسید داستان دزد دو. زیرک چی هستش گفت بله روزی روزگاری دزدی بود که شبها مثل نور ما از پنجره ها داخل خونه ها میشد مثل نور ماه یعنی اینکه بدون سر و صدا دیدید نور ماه که میاد صدای پا نداره و هر جا که بهش میگفتن شب رو یعنی دزدی که شب براحتی حرکت میکنه و هر جایی میتونه بره و این دوز زیرک دزدی میکرد خونه ها رو میزد شبی کمین کرده بود در جایی که دید گروهی از مردم زنی رو گرفتند و به دربار پادشاه میبرند و این زن میگفتند گویا با مرد دیگری غیر از شوهر خودش صحبت کرده و به خاطر همین باید ببریمش و پادشاه دستور بده که مجازاتش کنیم داشتن میبردند و این زن در تاریکی شب فریاد میزد چرا من می برید؟ من که دروغ نگفتم من که دزدی نکردم دزد زیرک با خودش فکر کرد که اه این در واقع به شوهر خودش خیانت کرده و باز میگه که منو چرا میبرید من که دزدی نکردم و دروغ نگفتم و گویا دروغ و دزدی حتی از خیانت هم بدتر این بود که از خودش و از کار خودش شرم سار شد و تصمیم گرفت که دیگه دزدی نکنه آهو گفت در این حال پادشاه باید مرد قبول مردم هم واقع بشه وگرنه همون حالتی پیش میاد که خنیاگر گفت زربی پرسید داستان خنیاگر چیه؟ گفت بله روزی روزگاری مردی میخواست پسرش رو داماد کنی یعنی زن براش بگیره و مراسم عروسی بود در همسایگیشون خنیاگری بود مرد که پسرش داماد داشت میشد کسی رو فرستاد و گفت که برو و بگو سازت رو برداری بیا خونه ما آهنگی بزن تا دل مهمانه های ما شاد بشه خنیاگر به کسی که اومده بود و پیغام آورده بود گفت که نه من نمیام مگر اینکه یک سوال منو جواب بدی گفت چه سوالی گفت این آقای داماد و این عروس خانم همدیگر رو دوست داشتن که الان دارن با هم ازدواج میکنند یا ازدواج میکنند چون پدر و مادرشون تصمیم گرفتن که اینها ازدواج کنند حالا اینجا براتون توضیح بدم که در زمان قدیم بیشتر ازدواج, ها هایی بود که با موافقت بزرگترها انجام می شد الان هم در بخش های از دنیا و حتی در بخش های زیادی از کشور ما اینطوریه یعنی عروس و داماد همدیگر رو نمی که همدیگر دوست داشته باشند و ازدواج کنند بلکه پدر و مادر و بزرگترها تصمیم میگیرند چرا؟ علت این بوده که در زمان قدیم بیشتر کشاورزی داشتن مردم زمین داشتند و ثروت از زمین می اومده اگر قرار بود دختر مثلا یه کسی که زمین های بزرگی داره عاشق چوپان بشه و بگه بابا من میخوام با آقای چوپان ازدواج کنم چوپانم هیچی نداره فقط میاد میره گوسفندا رو میبره صحرا میگردونه که آخر سال یا هر ماه بهش یه مقداری گندم یا پول بدند و بتونه باش زندگی کنه و یه مقدارم خوب از شیر گوسفندا اینا خودش میدوشه و میخوره این بعد از اینکه که باباه می مرد دختره ارس می برد یه تیکه از زمین می رسید با آقای چوپان فرض کنیم دختر دومم میگفت می من مثلا می خوام با آقای نجار ازدواج کنم یه بخش از زمینم به نجار می رسید زمین های بزرگ این آقا تیکه پاره می شود. از دست میرفت حال اینکه اگر پسر یک زمیندار بزرگ دیگه میومد با دخترش ازدواج میکرد زمینهای زمین های بزرگ این متصل میشد به زمین های بزرگ اون و بزرگتر هم میشد اضافه بر این سن ازدواج بچه ها دخترا 19 ساله 12 ساله پسرا مثلا 14 15 حد اکثر 16 ساله ازدواج میکردند به خاطر اینکه هی بچه تولید کنند جامعه کشاورزی برای کار رو زمین نیاز به نیروی کار داشت بنابراین هر جامعه هر چقدر بچه بیشتر تولید می کرد از نظر اقتصادی وزش بهتر می شد براتونم قبلا توضیح دادم که در زمان قدیم دوره کودکی دوره آموزش به بچه ها کوتاهی بود هرچه جامعه پیچیده تر شد نیاز به آموزش بیشتر پیدا شد و چون آموزش بیشتر زمان بیشتری میبره هی سن کودکی بالا و بالاتر رفت و سن ازدواج هم به همین نسبت خب حالا که سن ازدواج در اون زمان پایین بوده بچه بودم چیزی نمیفهمیدن نمیفهمیدن که مسلحتشون چیه چی براشون بهتر بزرگتر رو میفهمیدن چی براشون بهتر بزرگتر رو براشون تصمیم میگرفتند اما امروزه اینطور نیست و داره این عادت ها عوض میشه البته میدونید که چیزی که عادت شد و از یه نسلی به نسل بعدی رسید خیلی سخت از بین میره یک مثالی در مورد این عادت ها در یک کتابی نوشته شده بود که جالب بود که یه روز یه بچه کنجکاوی که چرا چون کنجکاوا همیشه چرا میپرسند از مادرش میپرسه مادر چرا ما نباید کلاهمون رو بالای مبل بذاریم مبلی که می نشینن. چون مادر وقتی هر وقتی می زاشتم عصبانی می شده داد میزده. مگه نگفتم کلاتونه اینجا نذارید بعد میپرسه مادر کم آدم منصفی بوده نمی... نگفته فقط خب نباید بذاری همینه که هست میگه که والا راست چه بخوای منم نمیدونم من فقط از مادرم یاد گرفتم عادت کردم میره پیش مادر بزرگش میگه مادر بزرگ چرا به مادر من یاد دادی کلا رو نباید رو مبل گذاشت میگه عزیزم زمان جنگ جهانی دو... چون به هر حال وضع اقتصادی خراب بود وضع بهداشت خراب بود کچلی زیاد بود و همچنین شپش وقتی که کلاه رو می وردن, کسایی که می اومدن مهمونی خونه ما میذاشتن بالای مبل چون میذاشتن اون بالا میکروب کچلی رو اونجا می نشست شما یا حالا بچه های ما مینشستن اونجا تکه می دادن سرشون رو به اونجا و میکروب به سرشون منتقل می شد یا شپش می اومد روی سرشون به این دلیل ولی خب بعد از اون دیگه لازم نبودیم ما این کار رو بکنیم من همون زمان بچه هم کوچولو بودن عادت داده بودم که این کارو نکنن یا اگر کسی کرده بود کلا رو زود از اونجا بردارد در ضبت رو میدونه که قدیما همه کلاه داشتن یعنی هم خانم‌ها حجاب داشتن هم آقایون در زمان‌های قدیم شما جامعه ای رو کمتر پیدا می که مردمش کلاه نداشته باشن همه کلاه سرشون میکردن قدیما می, می که ضرور مسئله که سر فلانی بی کلاه مونده حالا برگردیم به اون این آقای خنیاگر آدم جالبی بوده گفته بود این عاشق من اگه اینطوری من بیام کسی که اومده بودی میپرسه چه فرقی میکنه بر تو تو میخوای ساز بزنی میگه آ فرق میکنه وقتی که این مرد همسرش رو زنش رو که کسی که زنش بشه عروس رو دوست داره عاشقشه من هر نقمه ای که بزنم هر سازی که بزنم براش دلنشینه براش زیباست و کسانی هم که اونجا هستن همینطور چون میدونن دو نفر که همدگر دوست دارن دارن به هم میرسند اینا از ساز من لذت میبرند اما اگر اینها همدگر نخوان فقط پدر و مادر به اجبار بخوان که اینها ازدواج کنند شبش زیاد شادی براش نیست و هر آهنگی من بزنم میخوان ازش ایراد بگیرم که این آهنگ غمگین بود اون زیادی شاد بود اینه که ایراد از کار من گرفته میشه حال اینکه این ایراد مربوط به حال خودشونه نه به ساز من آهو گفت وضعیت حیواناتم اینطوریه اگر طوری باشه که بیان ببینن پادشاهشون عادل و خوب هستش همشون شاد هستند همشون میپذیرند با هم مهربون میتونن باشند اما اگر بیان ببینن پادشاهشون یعنی عشق در کار نیست مهربانی در کار نیست پادشاه مهربان نیست اینها هم از همه چیز پادشاه ایراد خواهند گرفت حالا خلاصه کنم براتون گفتگوی آهو و ضروی طولانی بود و من بعضی هاش دیگه براتون نمیگم چون دیگه حالت قصه نداره جالب نیست براتون تا اینکه آهو برگشت به سرزمین خودش همراه کبوتر برگشتند و آهو رو جمع کرد و گفت بیایید من نماینده شما رفتم و با وزیر پادشاه صحبت کردم خود پادشاه رو دیدم دربارش رو دیدم میخوام براتون بگم که چطوری بود اونجا حیوانات جمع میشند و آهو براشون تعریف میکنه که یک پادشاه بسیار عادلیه، بسیار مهربانه و میخواد عدالت باشه میخواد دوستی باشه حیوانا تصمیم میگیرن همشون با هم بیان به دیدن پادشاه کبوتر خبر رو میاره کبوتر که خبر رو میاره زروی خب زیرک که آقای پادشاه بوده فعلا نشسته روی تخت پادشاهی زروی با کبوتر صحبت میکنه میگه چیکار کنیم حالا اینها قرار بیان برای اینکه تحت تاثیر قرارشون بدیم حالا تحت تاثیر قرار دادن یعنی چه یعنی اینکه کاری بکنی که طرف احساس کنه که تو کوچکی و اون بزرگه اگر پر حیوانات بیان و ببینن که دربار پادشاه یعنی زیرک خیلی بزرگه یک عالم واسدن سمت راست یک عالم سمت چپ خبردار آماده و یک عالم آدم هم جمع شدن با احترام ایستادن خب این معلوم میشه که خیلی پادشاه بزرگیه یعنی میترسن نظر روانی و روحی روشون اثر میذاره شما خودتونم اینطوری هستید اگه خونه مثلا کسی برید وقتی وارد میشید ببینید که مثلا یه در در به داغون از اونجا برید توی خونه کوچک حیات کوچک یه اتاقی با سخت کودا یه پیرمردی اون بالا نشسته میگه بابامه اما حالا مقایسه کنید با اینکه برید خونه یکی دیگر دوستاتون و اون در مورد بابا مثلا بگه بابا جونم یا آقا جونم بعد برید خونهشون ببینید خونه بسیار بزرگیه دو تا ستون سمت راست و سمت چپ رفته بالا در پایین ستون ها یک سکوی گذاشتن روی سکو دو تا شیر مجسمه شیر و شیرها دهنشون رو باز کردن به سمت شما و وقت که وارد بشید ببینید که یه سرسرا سرا یعنی خونه سر سرا یعنی جای اول خونه جایی که وارد میشید ببینید در سرسرا مثلا اون بالا یک عقاب مجسمه رو گذاشتن که بالهاشو رو باز کرده و یه چنگالش رو با نگاه اینچنینی خیلی تند به سمت شما شما رو ابهت اینجا ترسنا... ترسناکی نه ولی عظمتش میگیره شما رو احساس میکنه نه اینجا جای مهمیه کسی که این تو آدم مهمیه باید وارد بشید ببینید یه سالن خیلی بزرگ مجلل سقف بسیار بلند بعد این شما رو بر توی اتاق بزرگی پشت یک میز بسیار گنده آقای نشسته باشه این با اون پیرمرده که براتون گفتم فرق میکنه براتون از روانی وادار میکنه شما رو که احترام بذارید بترسید به همین دلیل بوده که قدیما کلیساها رو شما نمیدونم تو اروپا اگه دیده باشید یا عکساش دیده باشید کلیساها خیلی بزرگه سقفش خیلی بلنده بعد کشیش میرفت که جای بالایی وا میساد از اون بالا با لباس ها بگه عجیب غریب شنل و اینا با شما صحبت میکرد این باعث میشه شما اونجا که وارد میشید کم کم ببینید تو این سقف خیلی بلند شما خیلی کوچولویید و در مقابل کشی شما کوچکید هرچی اون میگه درسته چون شما کوچکید اون بزرگه این حالت رو از نظر روانی ایجاد میکنه گفتن چی کار کنیم؟ گفتن خب دربار رو که درست میکنیم حیوانات زیادی بیان واسن پرنده ها همه بیان اما یک خطر هست اگر یکی از این حیوانات یه ای بگه بابا ولش کنید بیه بریم این که آدم نیست این که پادشاه نمیشه اون وقت روی ذهن بقیه اثر میذاره حالا این حرفا بخشیش بین آهو بود و بین زروی و حرفایی هم همین بین زروی و زیرک بود زیرک گفت که این رو باید این مطلبی که ابهت ما زیاد باشه ترسناکی و عظمت ما زیاد باشه که اینها تحت تاثیر قرار بگیرن خیلی مهمه وگرنه همون اتفاقی برای ما میفته که برای روباه افتاد پیش خروس زروی گفت زیرک من این داستان رو نشدیدم بگو برام ببینم گفت بله روزی روزگاری خروسی بود بسیار زیبا با دم رنگی و تابدار با یک تاج تاج خروس که میدینه یک گوشت بار اضافی بالی سرش میگن تاج خروس و این خروس با غرور راه میرفت این طرف و اون طرف و شروع کرد به خوندن قوقولی قوقو این کاری که خروس میکنه آواز خروسه روباهی اون نزدیکی بود گرسنه دلش میخواست یک مرغی خروسی پرنده گیر بیاره بخوره رفت نزدیک روباه و روباه رفت نزدیک خروس و گفت سلام عرض میکنم جناب خروس زیبا گفت سلام ای حروم زاده پرید البته بالای دیوار چون دسته روباه بهش نریسه گفت چرا رفتی اون بالا عزیزم بیا پایین قربونت برم گفت نه جناب جنابالی لطف دارید بنده پایین نمیام چون میخواید منو بخوری گفت نه به جون عزیزت قصد خوردن تو رو که ندارم من داشتم رد میشدم دیدم صدای دعا و نماز و اینا میاد گفتم برم ببینم کدوم بنده مهربان خداست داره به درگاه خدای خودش نیایش میکنه چون من هم که میدونی بسیار مرد زاهدی هستم بسیار خدا دوستم بسیار مردمانی رو که عبادت میکنن دوست دارم اومدم ببینم این صدا از کجا بودیدم جنابالی مشغول عبادت و راز و نیاز و نماز خوندن هستید به 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 خروز گفت که آقا روباه ببین من روباه زیاد دیدم و دم حق باز زیاد دیدم عزیزم تو به من کلک نمیتونی بزنی من که میدونم تو میخوای چی کار کنی تمام این مقدمات مقدماتو می چینی به خاطر اینکه میخوای بنده رو بخوری کور خوندی من حداقل تا به حال سر صد تا روباه مثل تو رو کلا گذاشتم من خروس ساده ای نیستم گفت ای بابا پس مگه تو رادیو گوش نمی کنی تلویزیون مگه اخبار به تو نمی رسه مگه خبر نداری چی شده گفت نه خبر ندارم گفت بابا پادشاه عادلی اومده دستور داده همه حیوانات با هم مهربون باشن دوستان خوبم قصه ما اینجا تموم میشه شب خوب. سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر دنباله قصه خروس دم زیبا و تاج حالا رو بگم با روباه مکار روباه گفت که مگه تو خبر نداری چی شده پادشاه داده همه جا اعلام کردن که بعد از این هیچ کس حق نداره به هیچ کس زورگویی کنه یا بخوره یا حمله کنه بنابراین الان شیر و آهو با هم دوست شدن و توی خونه زندگی میکنن با هم همچنین باز و عقاب با کبوتر دوست شدند گرگ و بره که اصلا رفیق صمیمی شدند سگ و روبا همینطور اصلا همه با هم رفیقند همه با هم مهربانند کسی حق ریختن خون کسی دیگر رو نداره من تعجب میکنم از تو تو که خروس باهوشی هستی چطور اخبار روز رو نمیخونی و نمیدونی خروس میدونست که این روباه ناجنس داره کلک میزنه میخواد بگه ما با هم دوستیم تو بیا پایین من به تو کاری ندارم و بخورتش گف امتحانش کنم از اون بالا گفت که راستی یه چیزی از دور میبینم روباه میخوای بیا این بالا تو هم نگاه کنی ببینی چیه روبا گفت این که میبینی چی هست چه شکلیه گفت یه چیز داره میاد گفت چیه گفت نمیدونم خیلی سریع داره میاد خیلی تند میدوه شبیه گرگ شبیه من نمیدونم چیه ولی خیلی های کلش درشته به سرعت داره به این سمت میاد حالا من که بالای درختم احتمالا با تو کار داره روبا گفت این چیزی که تو میگی شبیه سگ تازیه قبلا براتون بچه گفتم سگ تازی سگ شکاریه برای اینکه خیلی بدن باریک و هیکل سبکی داره میتونه سریع بدوه گفت این که میبینم شبیه سگ تازیه نکنه یه شب سگ تازی داره میاد اینجا گو راست میگی مثل اینکه همچین چیزیه اشکال نداره جای نگرانی نیست که خب به هر اینجا باشیم تا بیاد ببینیم چی میگه من تو نگفتی سگ و روباه با هم دوست شدن نمیدونم شیر و پلنگ و آهو و گوسفند و همه با هم دوستن دیگه پادشاه که گفته روباه گفت نه نه حل شده بود گفت من یه جایی پیدا کنم قایم شم فرار کنم گفت عزیزم چرا مگه تو الان نمیگفتی که پادشاه دستور داده چی میترسی گفت آخه نمیدونم شاید حالا این خبر همطور که به تو نرسیده بود به اینم نرسیده باشه یه وقت بگیره منو بخوره روبا اینو گفت و فرار کرد هیچی هم در راه نبود و نمی اومد این کلکی بود که خروس باهوش زد برای اینکه روباه رو امتحان کنه زیرک گفت حالا این وسط ها حیوانات که اومدن اگر کسی یه همچین حرفی رو بپرونه و چیزی بگه که اینها رو بترسونه و بگه این سگ در واقع دروغه که سگ آرومیه و کاری به ما نداره اگه بریم جلوش میگیره ما رو میکشه میخوره اون وقت چی کار کنیم این رو هم باید فکری براش بکنیم زروی گفت بله برای اینم فکری میکنیم پیش از این که حیوانات نزدیک بشن و بیان به دربار تو من که گوسفندم میرم پیششون و میگم من وزیر پادشاهم چون من گوشتخار نیستم و گیاهخوارم همه گیاهخوارا دیگه اعتماد میکنن میگن که خب اگر این سگ دروغ بود و گوشتخار بود خب این گوسفند تو حالا خورده بود دیگه این تو این کار اگر بکنیم حیوانات اعتمادشون به ما جلب میشه این تدبیر رو اندیشیدند آهو برگشته بود و به حیوانات گفته بود و رفت مسیر رو نشون داد و کبوتر راهنمایی کرد و همه حیوانات با هم اومدن به حضور پادشاه پیش پادشاه و از پادشاه جدید خودشون دیدن کردند و خوشحال شدند و اول زروی رو دیدند اعتمادشون جلب شد بعد زیرک رو دیدند و با همین تدبیر ساده جناب زروی آقای زیرک شد پادشاه کشوری و جالب اینه که براتون بگم در زمان قدیم در بعضی سرزمین ها به همین سادگی کشی پادشاه میشد یعنی یه قلدری بود هرچند نفهم هرچند بی منطق بلند می شد و شمشیر رو جمع میزد و یه بیست نفر سی نفر دور خودش جمع می کرد می رفت یه دهکده رو می گرفت بعد از اون دهکده می از دهکده یه در رو جمع می کرد می شهری رو می گرفتن از شهری همینطوری پیش می رفتند در جنگ های مختلفی و اون وقت پیش می چطوری می شد جنگ مختلف می گم پیش می چطوری می شد کلی کشور می گرفتن طرف پادشاه می شد چطوری ده اولو که گرفته بود مردمان اون ده رو هم مجبور میکرد که باهاش بیان ده بعدی بجنگند و چون تعداد زیاد بود میجنگیدن اونجا پیروز میشدن مردمان اون ده رو هم جوونش رو برمیداشت میرفت به مرحله بعدی بعد شهر رو میگرفت مردمان اون شهر رو جوونش رو برمیداشت میکرد سرباز خودش باز همینطور پیش میرفتند و میگرفتند البته این خاص ایران نبوده در اروپای قدیم البته میگم باز قدیم بسیاری از کسانی که جزء شاهزاده ها بودن نه خود پادشاه شاهزاده هایی که عنوان خانی داشتند دوک بهشون میگفتن کند بهشون میگفتن حالا بسته به منطقه اینها خیلیشون بی بودند با سواد نبودند البته کی 800 سال پیش و بعد از اون یواش یواش عادت کردند که هر کدوم نسل بعدی خودشون رو آموزش بدند بخوندن خوندن نوشتن و ادبیات بفهمند و حتی موسیقی بفهمند اگه موسیقی نمیفهمیدن پادشاه اتریش مزارت رو نمیفهمید کارای مزارت رو ارزشش رو نمیدونست به هر حال قصه ما تموم شد و میریم سراغ قصه بعدی که قصه شیر و فیل هستش در سرزمین هندوستان فیلی متولد شد که تا به حال شبیه اون متولد نشده بود یه فیلی بسیار بزرگ یعنی وقتی متولد شد و دیدن خیلی درشته بزرگ شد بزرگ شد دیدن نه این از همه فیل ها مثلا توی دو سالگیش از همه فیل های دو ساله درشتر و بد بدتر و بد و بد و ترسناکتره و این فیل به خاطر ترسناکی و گندگی و قدرت زیادش شد پادشاه فیلهای اون منطقه همه فیلها به حرف جناب پادشاه گوش میکردند و داشتند مردمم زن هم زندگیشونو زندگیشون رو میکردند تا اینکه روزی خبری آوردن برای پادشاه که سرزمینی در این نزدیکی هست که بسیار بسیار خوش آب و هواست آجویبارهای آب چشمه ها سبزه ها درخت ها انگار درخت های بهشت در اونجا پرنده ها بالای درخت ها میخونند و آدم از شنیدن این موسیقی طبیعت خسته نمیشه باد که میان درخت های اینجا میوزه انگار داره آهنگ میزنه انقدر زیباست بارون که میاد بارونش لطیف عین شبنم و بعد از اینکه بارون میاد هوا به قدری صاف و زیبا میشه که انسان از تنفس کردن در اون هوا خسته نمیشه و شیری پادشاه این منطقه است داره برای خودش میخوره میچره زندگی میکنه و خوش میگذرونه جناب فیل ما یه مقداری وسوسه شد گفت خب بد نیست که حالا ما هم درست سرزمینمون خوبه ولی اگه بریم اونجا رو هم بگیریم و اونجا هم مال ما بشه خب خیلی عالی میشه اصلا همونجا میونی زندگی میکنیم ما اینجا خب درسته که درخت داریم ولی به اون اندازه نیست سبزه و چشمه و آب به اون اندازه نداریم بهتره که ما بریم و اون سرزمین رو بگیریم و از شر این شیر خلاص کنیم اون سرزمین رو و خودمون بشیم پادشاه اونجا اما جناب فیل دو تا برادر داشت اسم یکی از برادرها هنج بود و اسم یکیشون زنج حالا هنج بسیار دنیا دیده بود دنیا دیده یعنی آدمی که پستی و بلندی بند گفتم بهتون پستی بلندی یعنی خوشی و غم سختی و راحتی پستی بلندی ها رو دنیا رو دیده بود در مورد هر چیزی خوب فکر می کرد با انصاف و با مروت و مهربانی همیشه فقط برای خودش نمی خواست فکر می کرد کار درست رو باید انجام داد و زنج برعکس زنج آدم بسیار یعنی فیل بسیار حق باز و خونریزی بود این اصلا به آدم کشتن و ناپاکی کردن و نادرستی کردن انگار علاقه ذاتی داشت انگار دوست داشت این چیزا رو لذت می برد ازش حالا این دو برادر چی کارن؟ دوتا وزیر و مشاور جناب پادشاه هستن پادشاه برادرش خواست گفت برادران عزیز من شنیدم که در این نزدیکی سرزمینی است بسیار حاصل خیز و زیبا با درختان تناور و سر به فلک کشیده سر به فلک کشیده یعنی سرشون فلک یعنی در واقع گرد دایره فکر میکردن آسمون یا دور زمین دایره ایه به خاطر شاید گردش خورشید و ماه و اینا گرچه اون زمان نمی دونستن که ماه و خورشید آ چرا نمیدونستن که زمین داره به دور خورشید میچرخه فکر میکردن که خورشید به دور زمین میچرخه ولی قدیما فکر میکردن خورشید هم دور زمین میچرخه و اولین کسی که اینو گفت که نمیچرخه کلیسا و کشیشا گرفتن مخصوصا بکشنش که چی داری میگی خورشید سگ کی باشه که دور زمین نچرخه زمین کسیه که روش حضرت پاپ هست مگه میشه زمینی که حضرت پاپ روشه دور خورشید به چرخه جناب فیلد براتون گفتم که مشورت کرد با برادرها و اول هنج شروع کرد به صحبت کردن و گفت ای برادر سه کاره که خیلی بده اگر کسی بکنه یکی طمع در مال دیگران کردن اینکه بخوای مال دیگری مال تو باشه به زور یا به نادرستی اون رو به دست بیاری در واقع مال هر کسی باید حاصل کار خودش باشه این یکی دوم اینکه بخوای خون مردم رو بیهوده بریزی سوم اینکه وطن خودت رو خراب کنی ترک کنی به امید رفتن و یافتن خوشبختی در جای دیگر و بری و نیابی و در درون انسان دیوی هست که بر همه حس های انسان حکومت میکنه و ما نمیفهمیم به اسم حوجسا. و این حوجسا ما رو وسوسه میکنه به کارهای نادرست ما باید مواظب باشیم عقل رو به کار ببریم تا این دیو درون ما نتونه بر فکر و اندیشه ما غلبه کنه غلبه کردن یعنی در واقع حاکم بشه دستور بهش بده پیروز برش بشه پاچه روبه زنج کرد گفت که زنج نظر تو چی هستش زنج گفت که البته اون چی که برادر من گفت درسته ولی باید یه چیزهای دیگر هم در نظر گرفت و اون همینه که این شیر پلید در اونجا داره ظلم میکنه شما پادشاه عادلی هستید شما اگه برید اونجا رو بگیرید در اونجا عدالت حاکم میشه و این به نفع مردم درسانی اگه ما اینجا بمونیم و حرکت نکنیم جای دیگر رو بگیریم خب با توجه به این حیوانات بسیار ضعیفی که ما داریم کار میکنن درآمدی ندارن مالیات نمیتونن بدن خزانه پادشاه خزانه پادشاه در واقع چیزیه که امروز بهش میگن بیت به المال شاید یعنی پولی که دولت داره خزانه پادشاه خالی میشه و اون وقت خود پادشاه هم قدرتش رو کم کم از دست میده بنابراین من فکر میکنم که باید بریم بجنگیم جنگیم این شیر نابکار رو از سر پا... کار... کار پادشاهی برداریم و شاهنشاه اونجا پادشاه بشه به ثروت و نعمتی هم برسیم جالب اینه که دقت کنی بچه ها. این آقای زنج دلش نسوخته برای اینکه حیوانات اون سرزمین رو شیر اذیت میکنه دلش برای شکم و جیب خودش سوخته اما سعی میکنه بهانه که میاره بهانه خیلی زیبایی باشه که ما به خاطر کمک به اون حیوانات بریم به اون سرزمین رو بگیریم شاه رو به هنج کرد گفت هنج در مقابل حرفای برادرت چو... تو چه نظری داری بگو راحت گفت که من فکر میکنم که منفعت طلبی به زیان دیگران یعنی منفعت طلبی یعنی که بخوای نفع خودتو ایسی که بر خودت خوبه بخوای اما این به زیان دیگران باشه بهاشو دیگران بپردازند پنج گفت بهترین کار اینه که به جای اینکه اگر خزانه ما خالیه سعی کنیم هزینهمون رو خرجمون رو کم کنیم ولی نه برای پر کردن هزینه خودمون و خزانه خودمون بلنشیم بریم و یک عده دیگر بکشیم که پول اونها رو بگیریم و با اون خزانه خودمون رو پر کنیم وگرنه وضعیت ما طوری میشه که اون دیوانه با خسرو گفت شاه پرسید این داستان چه هستش و هنج گفت شنیدم که خسرو پ... یک پسری داشت که بسیار دوستش داشت تا اینکه این پسر در اثر یک بیماری متاسفانه از دنیا رفت و خسرو به قدر این بچه دوست داشت که وقت گریه انگار به جای عشق چشماش میخواست از حدق بیرون بیفته و فکر میکرد که دنیا دیگه حتی زندگی براش فایده ای نداره و هیچ کس نمیتونست خسرو رو آروم کنه در غم از دست دادن این بچه تا یک عاقل دیوان نمایی که گاهی وقتا پیش خسرو میومد و شوخی میکرد و خسرو رو میخندوند ولی در عین حال حرفهای بسیار زیرکانه همگاهی میزد اومد پیش خسرو در مورد این عاقل دیوان نما توی ادبیات فارسی جای بسیار وسیعی هست یعنی مورد خیلی زیاد داریم از این آقل های دیوان نما که اینا به دو علت میتونسته باشی یا اینکه اینها چون میدیدن اکثریت مردم سطح فهمشون پایینه و اینا سطح فهمشون بالا بود و خوب میفهمیدن مسائل رو خودشون به دیوانگی میزدن که راحت کنن یا این که میدونید هر جنی معمولا این شکلیه که اگر یک خوبی داره یک بدی هم داره مثلا کسانی که بیماری های خفیف اوتیزم رو دارند اینها خب اونم بیماری در واقع بیماری مغزیه اینها بسیار باهوشند ریاضیشون فوقلاده عالیه ولی در جنبه های دیگه ممکنه مشکل داشته باشن حالا این آقل های دیوانه نما که در ادبیات ما اومده شاید کسانی بودند که یک جنبه از مغز یه بخش از مغزشون خوب کار میکرده ولی همون ژنی که باعث میشده این بخش از مغز خوب کار کنه باعث میشده که اینها زارشون دیونه باشه اومده به خسرو گفت که چه شده گفت که چراغ زندگی من خاموش شد پسر عزیزم رو از دست دادم گوستانه خوبه من پسر همجا باقیت میکنم گفتار هنج و زنج رو بقیهش رو میذارم برای دفعه بعد شب شما خوش تا بخش بعد سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر ادامه قصه شاه پیلان و برادراش و وزیرانش هنج و زنج رو براتون میگم اگر خاطرتون باشه شاه پیلان شاه پیلها ها در واقع در زبان فارسی پیل بوده و به خاطر اینکه که عرب ها په نداشتن خیلی از کلمات فارسی ما شده په ها شده به درش برادر هنج و زنج مشغول نصیحت بودن اگه خاطرتون باشه هنج طرفدار دوستی بود و حمله نکردن و آزار نرساندن به دیگران ولی زنج بد جنس خونریز طرفدار حمله بود و کشتن و انگار از کشتن و جنگیدن و اذیت و آزار رساندن لذت می برد پنج می گفت اضافه بر اینکه حمله کردن به دیگران و کشتن دیگران و طمع و زیاد طلبی زیاد طلبی یعنی زیاد بخوای طلبی یعنی خواستن زیاد خواستن کار درستی نیست در عین حال با اینکه مردمان سرزمین اون شیر حیوانات در واقع زیاد باشی رابطه خوب ندارند اما اگر ما بهشون حمله کنیم با هم متحد میشن درست مثل دو تا سگ که به جون هم افتادند و میجنگند اگر گرگی از راه برسه سگها جنگشون رو میذارن کنار و با هم به گرگ حمله میکنند پس بهتره بذاریم در همین شرایطی که هستند باشند اما زنج گفت نه مملکت بودجش کمه اون شیر ظالمه بحانه های این چنینی آورد که ما بهتره که حمله کنیم و نترسیم کسی که به ترسه هیچ وقت پادشاهی که به ترسه کشورش بزرگ نمیشه رشد نمیکنه باید نترسید و جلو رفت کلاقی بالای درختی بود و این گفتگوی هنج و زنج و شاه پیلان رو داشت گوش میکرد حالا این کلاق مال کدوم کشور بود مال کشور آقای شیر بود با خودش فکر کرد که خب اینا که نقششون رو کشیدند و امکان داره حمله کنند حالا چرا امکان داره به خاطر اینکه شاه پیلان آخرش حرف زنج رو قبول کرد و گفت که سپاه رو آماده کنید ما شبی خون میزنیم خون زدن یعنی زمانی حمله کنی که شب باشه و طرف مقابل خواب باشه قافل گیرش کنی قافل گیر یعنی اینکه خبر نداشته باشه قفلت کنه قافل باشه،, قافل باشه قافل بودن یعنی خبر نداشتن و یه حویی توی خواب بریزی رو سرشون آماده نیستن همشون رو به راحتی میتونی از بین ببری کلاق اینو شنید و با خودش فکر کرد که اولا که کسان من و اقوام و بستگان من تو اون کشورم تو کشور شیر و اگر من دست روی دست بذارم اونها از بین میرن و کشته میشن به, وس... به وسیله این فیلهای نابکار اضافه بر این نفع منم هست که این خبر رو ببرم و با بردن این خبر خودم رو به شاه نزدیک کنم و بعد از اون شاه از اینکه من چنین خبر مهمی رو برش بردم و خوشحال هستش که قافلگیر نشده و از حمله فیلها خبردار شده منو از نزدیکان خودش خواهد کرد و میدونی که همیشه نزدیک شاه و رئیس جمهور و حالا هر کس که در هر کشوری هر کاری هست نزدیک اینها بودند منافعی داره برای کسانی که این نزدیکی رو میخوان کلاخ هم گفت من از مشاوران شاه میشم و وزم خوب میشه بنابراین کلاخ پرواز کرد به سمت سرزمین شی رفت و رفت و رفت رسید به سرزمین و به یکی از نزدیکان دربار پادشاه گفت من یک خبر خیلی مهمی برای پادشاه دارم گفتن نمیشه بارو شو معمولا را نمیدادند گفت این خبر به قدری مهمه که اگر شاه بدونه که تو مانع شدی و نزشتی که من این خبر بهش برسونم بدون که بدجوری تنبیهت خواهد کرد برای اینکه این خبر خیلی خیلی مهمه طرفی که این رو شنیده بود گفت حالا بر خودمون مشکلی ایجاد نکنیم شد واقعا راست میگه مهم باشه خبر به شاه گفتند گفتند که جناب شاه کلاقی اومده و میگه من خبر مهمی برای شما دارم شاه گفت اجازه بدهید داخل شود کلاق آوردن داخل و خم شد و زمین رو بوسید رسم قدیمین بود کسی که وارد دربار میشد جلو پادشاه که می رسید سجده می کرد و زمین رو می بوسید یعنی زمین رو که تو پاتو گذاشتی روش انقدر عزیزه که من باید ببوسمش زمین رو بوسید و بعد شروع کرد به اینکه من خیلی خوشحالم که خدمت پادشاه بزرگ این کشور رسیدم و به من افتخار داده شده که در اینجا مطلبی رو بگم و با شما صحبت کنم شاه لبخندی زد و کلاغ یکم خیالش راحت شد و میترسید اصلا زبونش میگیره و ت ت ت ت ت میگه که اعلی حضرت من, من میخوام یه مطلبی رو میترسیده بود اما بعد از اینکه لبخنده شیر رو دید خیالش راحت شد و راحت صحبت کرد حکایتی رو که از پادشاه فیل و دو وزیر شنیده بود برای شیر گفت شیر بلا فاصله خبر کرد بلا فاصله یعنی فورا خیلی زود خبر کرد که بزرگان کشور جمع بشن پادشاه دستور داد کسانی که مشورت بهش میدادند بیان و جمع بشن و باهاشون مشورت کنه و از اون میان شیری بود به اسم شهریار پلنگی بود که این پلنگ بسیار جنگنده و خونخوار بود گرگی بود درنده و روباهی بود بسیار حقباز و مکار مکار یعنی کسی که خیلی حقبازه و مکر میکنه مکر یعنی همون حقبازی شاه اول از شهریار پرسید گفت ای شیر بگو ببینم نظر تو چه هستش چه باید بکنیم گفت که پادشاه ها شما میدونید که ما شیرها در جنگندگی در همه جا و در جنگاوری در همه جا مشهوریم هر وقت میخوان مثال بیارن از یک جنگجو میگن مثل شیر میجنگه پس ما ترسی نداریم و اگر از بد روزگار هم شکست بخوریم و از بین بریم در واقع شهید شدیم و هیچ ایرادی نداره و نام خوبی از ما در روزگار میمونه باید به جنگیم و راه دیگر ما این هستش که فرار کنیم و خانواده خودمون رو به جا بگذاریم و اونها میان و خانواده ما رو میکشند و ما درسته که ممکنه بریم و سالم بمونیم و در سرزمین دیگری زندگی شاد و راحتی داشته باشیم و زنده بمونیم اما اسم بدی از ما خواهد ماند و در واقع همونطور که اون منجم منجم بابلی گفت اون دیگه زندگی حساب نمیشه پادشاه گفت که ببینم شهریار این منجم بابلی که میگی قصهش چیه گفت بله در روزگار قدیم در ش... کشور بابل رسم بر این بود که پادشاهی رو مر... پادشاه رو مردم انتخاب میکردن برای مدتی و بعد که خوششون نمیومد پادشاه رو کنار میذاشتن و پادشاه دیگری رو انتخاب میکردن گفت در اونجا پادشاهی بود و یک سال حکومت کرد و مردم ازش راضی نبودند بعد از یک سال گذاشتنش کنار و این مرد بسیار ناراحت شد به خاطر اینکه لذت پادشاهی رو چشیده بود و فهمیده بود چقدر فرمان دادن به دیگران دستور دادن و دستور نگرفتن لذت بخش هر غذایی که دلش بخواد توی قصر زندگی کنه هر زنی رو که دلش اراده کنه و دلش بخواد در اختیارش باشه و هرچی که میخواد به دست بیاره این لذت رو چشیده بود و بسیار ناراحت بود رفت پیش ستاره شناسی رفت پیش ستاره شناسی و گفت که بیا ستاره منو نگاه کن ببین چه مشکلی من دارم که یک همچین شانسی آوردم و این رو از دست دادم قدیمی میارم که اعتقاد داشتن گفتم براتون که ستاره که سرنوشته مردم روی زمین رو تعیین میکنند ستاره شناس گفت خب باید اسم تو بگی اسم پدر تو اسم مادر تو و, و اینکه چند سالته گفت من یک سالمه گفت بله گفت من یک سالمه گفت من که میبینم تو الان نزدیک چهل بیشتر داری گفت نه اگر زندگی در واقع تو از من میپرسی من چند سال زندگی کردم اون یک سالی که پادشاه بودم من زندگی کردم این بقیهش رو من اسمشو زندگی نمیذارم شهریار گفت برای ما هم زندگی اونه که در واقع در کنار خانوادمون باشیم توی کشورمون باشیم پیش شاهمون باشیم ولی اینکه فرار کنیم و بدیم دیگه اون اسمش زندگی نیست پس بهتره نباشه اصلا شاه رو به پلنگ کرد گفت پلنگ نظر تو چیه گفت من پیشنهاد میکنم اونا میخواستن به ما شبیه خون بزنن و خبر ندارن که این خبر به ما رسیده و ما میدونیم نقششون رو ما بیایم به اونها شبیه خون بزنیم و قافلگیرشون کنیم و یه عده از سربازامون رو بذاریم توی مسیر راهشون که اونها وقتی که قافلگیر میشن بیدار میشن میخوان حمله کنن میان به سمت ما این سربازها از دو طرف اینها رو بزنند و از بین ببرندشون و ما برشون پیروز بشیم شاه رو به گرگ کرد گفت گرگ نظر تو چیه؟ گرگ گفت من از قدیمی ها شنیدم که میگن وقتی که دشمنی داری که بسیار قوی هستش بهترین کار اینه که بری باهاش صحبت کنی و صلح کنی و از در دوستی در بیای که نه خونی ریخته بشه نه مشکلی پیش بیاد شاه رو به روبا کرد گفت روبا تو چی میگی؟ گفت من طرفدار جنگم اما جنگ با حیله نه جنگ همینطوری راحت ما نگرانیمون از جنگ اینه که بریم به جنگ و آب کم بیاریم در سرزمینمون آب هست علف کم بیاریم در سرزمینمون علف هست این مشکل رو نداریم یکی از نگرانی ها اینه که سران سپاه و ارتش ما برن و با دشمن دوست شن و برن به اونا به پیوندن به پیوندن یعنی جزء اونا بشن برن پیششون همکار اونا بشن از این بابت هم که نگرانی نداریم اما من اعتقاد دارم که نباید پیش دستی کرد پیش تصیح کردن یعنی زودتر کاری رو شروع کنی و باید خیلی آروم منتظر مون تا اونها حرکتشون رو بکنند و بعد ما حمله کنیم وگرنه برای ما همون اتفاقی میفته که برای سوار نخجیرگیر افتاد شاه پرسی داستان سوار نخجیرگیر چیه؟ من این قصه رو اینجا رها میکنم بچه براتون برای اینکه وقتمون تموم شد ولی یادآوری کنم که من یک قصه رو هم ناتموم گذاشتم اونم قصه خسرو بود وقتی که پسرش پسرش رو از دست داده بود و ناراحت بود و آن عاقل دیوانه نما عاقلی که عاقل بود ولی ظاهرش مثل دیوانه ها بود با شاه داشت صحبت میکرد و یادم باشه اون رو هم براتون تموم کنم و بعد قصه سوار نخچیرگیر رو براتون بگم شب شما بخیر وقتمون تموم شد در بخش بعد قصه رو ادامه میدم سلام بر دوستان خوبم شبتون به خیر دنباله قصه شاه پیلان و سرزمین شیرها رو میخوام بگم از کتاب مرزبان نامه و اما قبل از این که قصه فریعیه فرعی یعنی یه شاخه کوچولوتر قصه فرعی جوان نخجیرگیر رو شروع کنم قصه خسرو رو تموم نکرده بودم اگه خاطرتون باشه خسرو بچه عزیزی داشت از دست داد و یک در واقع عاقل دیوان نما اومد با صحبت کرد خسرو رو میخندون با شوخی میکرد سرحالش میابرد و حرفای جالب و زیبایی هم میزد به خسرو گفت که ببینم چرا ناراحتی گفت به خاطر اینکه چراغ خانه من خاموش شد این پسر رو من خیلی دوست داشتم عزیز بود برام گفت حالا فرض کن که این اتفاق نمیافتاد میموند چه میشد گفت خب میموند بزرگ میشد ازدواج میکرد بچه دار میشد و بعد گفت آخرش گفت آخرش از دنیا میرفت گفت خب الان رفته الان با اون وقت چه فرقی میکنه گفت خب اگه میموند حداقل از زندگی لذت میبرد من دلم نمیسوخت پسرم از زندگیش لذت نبرد و رفت گفت خب فکر میکنی تا همین سنی که داشت پیش اومده بود که از زندگی لذت ببره گفت آره گفت پیش اومده بود که از زندگی ناراحت باشه گفت آره گفت خب تو هیچ کدوم از اینا رو درش دیدی که به صورت ذخیره به صورت اندوخته اندوخته این چیزی که آدم جمع میکنه نگه میداره داشته باشه گفت که نه گفت خب پس فرقی نمیکنه به هر حال اگر میموند و از زندگی هم لذت میبرد هرچه هم میشد آخرش میرفت حالا زودتر رفته زیاد خودتو ناراحت نکن این حرف منطقیه کاملا ولی میدونید بچه وقتی که مشکل این چنینی برای آدم پیش میاد که عزیزی این از دست میدن ذهنشون منطقی نیست ذهنشون بیشتر عاطفی یعنی بخش عاطفی ذهنشونه که درگیر شده و ناراحته نمیشه بهشون گفت ناراحت نباش از طرف دیگه هم نمیشه بهشون گفت ناراحت باش هر حال هر دو طرف خیلی مشکله یعنی باید فقط فرصت داد به قول یک نویسنده انگلیسی یعنی کسی که برای اولین بار نشریه رو را انداخت مجله و روزنامه رو کسی اسم جانسون برای یکی از دوستاش نامه نوشته بود که برای اون هم همچین مصیبتی پیش اومده بود مصیبت یعنی اتفاق خیلی بد مثل مرگ کسی برش نوشته بود که خیلی طبیعیه تو در یه دوره ای به حالت معلق و آویزون در هوا خواهی بود انگار به هیچ تعلق نداری تا دوباره کم کم خودت رو پیدا کنی و آدما این دوره رو میگذرونند ولی این دلیلی هم که دیوان آورده بوده در واقع که خب که چی اتفاقا اگر دقت کنید تمام موجودات از گیاهان بگیرید تا حیوانات در واقع هدفشون این هستش که بمونند بچه دارشند و بمیرن مثلا بچه گیاهان تخمشونه گل میدن و اون تخمی وسط اون گل به وجود میاد و بعد میمیرن برای اینکه سال بعد اون تخم دوباره رشد کنه یعنی خودشون زندگی ابدی هیچ کس نداره اما ژن داره زندگی ژن اون گل همچنان ادامه پیدا میکنه برای همیشه بعد در طبیعت بعضی از نرها جنس نر بعد از اینکه جفتگیری میکنه جفتگیری بچه درست کردن میمیره چون در واقع هدف زندگی تموم شده بنابراین هر موجود زنده یه حلقه است که حل... زنجیر گذشته رو به آینده یعنی شما فکر کنید پدر و پدر 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 پدر, 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 پدر. هر کدوم از اینا یک حلقه همینطوری برید عقب میشه یه زنجیر و بچه شما بچه بچه شما بچه بچه شما یه زنجیرم در آینده و شما این وسط حلقه ای هستید که این دوتا رو به هم وصل می کنید. این البته بخش مادی زندگی بشر خوب میدونید که ما خیلی اعتقاد داریم که زندگی بخش معنوی هم داره و ما روح داریم و روحمون میتونه رشد کنه برگردم به قصه جوان نقشیرگیر که شما رو خسته نکنم با این حرفا جوان یه جوانی بود چابک چابک یعنی کسی که تر و فرزه سریع می جنب حرکاتش کند نیست چابک بود و سوار کار و در وقتی که سوار اسب می شد به قدری سریع با اسب می که نویسنده کتاب مرزبان نامه میگه از خیال هم تونتر می رفت خیال میدونید دونید اینجا نشستید می آمریکا رو خیال کنید دیوی آمریکا همون لحظه در خیال شما میاد به این صورت حالا اینم اقراق میکنه یعنی زیادی داره میگه که این جوون سری بود میگه با سوار اسب که میشد از وهم و خیال هم سریعتر تر میرفت و به شکار بسیار علاق من. یعنی تمام عشق زندگیش این بود که شکار کنه و سگی داشت سگی داشت شکاری که این سگ هیچ موجودی حریفش نبود. حالا باز از چیزهایی که در کتاب میگه به اقراق میکنه، میگه میخواست بپره تو آسمون و ستاره ها رو با دندون بگیره این سگ. یعنی هیچ چیزی رو راحت نمیگذاشت. قبلا براتون گفتم که نخجیر به معنی شکار هستش. نخجیر گیر یعنی شکارگر کسی که شکار کردن رو دوست داره. به هر حال یک روز نشسته بود توی اتاقش گنجشکی اومد دم پنجره گربه ای که گربه ای همین آقا بود اومد آروم آروم نزدیک شد طوری که گنجشک متوجه نشه و به یک جست پرید و گنجشک رو گرفت این آقا که ذهنش همش توی شکار و گرفتن و کشتن بود خوشش اومد گفت به به تو هم مثل من شکارگری جناب گربه گربه رو بغل کرد و نوازشش کرد و گفت خوشم اومد تو مثل خودمی اهل شکار و ریختن خون هستی چه خوب من فردا تو رو با خودم میبرم شکار فرداش گربه رو برداشت و سوار اسب شد و این سگی که کوچکتر از اسبش نبود انقدر هیکلش درشت بود این سگ درنده رو که سگ شکارش بود با خودش راه انداخت و رفت تا کپکی رو دید کپکو قبلا براتون گفتم یک پرنده بسیار زیباست که البته گوشتش هم گونه شکار میکنن بعضیا میخورند و ماجرای سرزیر برف کردن کپک رو هم براتون قبلا گفتم به حال گربه رو رها کرد از روی اسب پایین که بره و این کپک بگیره گفت برو گربه عزیزم تو هم مثل من یه شکار چیه تر و فرزی تا این سگ گنده بخواد به جنبه بهش نشون بده که تو از این سگ هم بهتری گربه رو که انداخت پایین گربه میتونست کپکو بگیره اما از سگ میترسید سگ به این وحشتناکی با اون دندونهای تیز گربه رو که پرد کرد رو به جلو از بالای اسب گربه خودش رو انداخت روی اسب که نیفته رو زمین افتاد روی صورت اسب و پنجهاش خورد به چشم اسب اسب جلوش ندید برگشت یعنی واژگون شد و سواری که روش بود همین آقای گیر از روی اسب افتاد و مرد این اگر خاطرتون باشه این قصه رو روباه برای پادشاه شیرادش تعریف میکرد از شهریار و پلنگ و گرگ نظرشون رو پرسیده بود نوبت روباه بود و روباه داشت صحبت میکرد و گفت پادشاه ها همونطور که پلنگ گفت ما میتونیم شبیخون بزنیم و بهشون حمله کنیم ولی ممکنه این کاری که ما میکنیم مثل شکار بردن گربه به وسیله این جوون باشه و این باعث از بین رفتن خودمو خود ما باشه این کار درستی نیست ما با شبیخون زدن ممکنه باعث مرگ خودمون بشیم و اون خطایی رو که شطور برای بان کرد ما نباید بکنیم پادشا گفت که رو با این قصه شطور و شطورگان چه هستش گفت بله در روزگار قدیم شتربانی بود که نمک میفروخت میرفت از پای کوهی که سنگ نمک بود نمک ها رو جمع میکرد سنگ نمک رو تو نمک میدید استش مثل سنگ بزرگ سنگهای بزرگ که میارن خوردشون میکنن حداقل یک نوع از نمک اینطوریه نوکل جمع میکرد توی گونی و توی کیسه های بزرگ و میذاشت پشت شتورش و میآورد شهر رو میفروخت و از به این صورت پول در می آورد زندگیش می گذشت. دیگه شتور هم خسته می شد برای اینکه هر روز باید یک خروار نمک رو حمل می خروار باز بچه ها قبل از اینکه واحد وزن فرانسوی در واقع که ناپل اون در واقع به وجود آورده بود بیاد ایران مثل کیلو و تن خروار برای بارهای به صلاح بزرگ به جای تن به کار می دفت. اما هر خروار صد من بود و یاتون باشه هر من سه کیلو بعد ولی خب این بار صد که صد من سیصد کیلو برای شطور سنگین بوده به خاطر همین مسئله شطور روز به روز لاغرتر و ضعیفتر میشه تا روزی نمک فروش شطوربان شطورش رو رها میکنه میگه خب برو بچر یکم غذا بخور غذا که نمیدادن خودش بعد میرفته در کناره های شهر قدم بزنه به چرخ علفی خاری بوته ای چیزی پیدا کنه و بخوره چطور میره و مشغول چریدن میشه اتفاقا خرگوش رو میبینه خرگوشی که دوستان قدیمی شطوره خرگوش میگه که ای برادر تو چه چی شده مریض شدی سرتان گرفتی چه بلایی سرت اومده تو که یه زمانی از کوهانت روغن میچیدید حالی اگه یادتون باشی گفتم کوهان اون برجستگی پشت شطوره که این پر از چربیه برای اینکه زمانی که شطور غذا بهش نمیرسه بتونه از اون چربی استفاده کنه میدونید که حیوانات تو هر محیطی که زندگی میکنند یک خصلت هایی یک حالت هایی درشون هست که به اون محیط بخوره مثلا پای شطور پهنه تا یه حدی به نسبت مثلا پای شیر به نسبت پای گاو حتی ولی علتش چه بوده گاو توی ماسه جای خوش زندگی نمیکنه شطور جد در جای خشک بوده باید میتونسته توی ماسه راه بره و به خاطر همین پای پهن روی ماسه بهتر میمونه تا پایی که حالت باریکتری داشته باشه فرو میره تو ماسه و همین صورت موجه های شطور خیلی بیشتر از موجه های حیوانات دیگه است چرا؟ برای اینکه توی بیابون تو توفان شن میشه و وقتی توفان میشه باید چشماش رو به یه نحوی حفظ کنه به همین دلیل چون تو بیابون ها گاهی وقتا قضا گیر نمی اومده و شطورها میموندن شطورها پشتشون یک کوهانی هست یک برجستگی هست که تو اون چربی ذخیره میکنن این چربی ماده سوختیه برای بدن برای اینکه بدن وقتی غذا بهش نمیرسه از اون استفاده کنه و زنده بمونه دقت کرده باشید گوسفندهای قسمتهای خشک ایران اغلب دنبه دارن اما اگه برید شمال ایران که سرسبزه و گیاه زیاده اونجا دنبه ندارن دم دارن علتش اینه که اونجا احتیاجی نبوده برای گوسفند که گوسفندها ژنشون طوری تغییر پیدا کنه که چربی ذخیره کنن خرگوش میگه ای برادر خیلی حالت خرابه من واقعا دلم میسه میگه چیکار کنم این از من بار میکشه غذای خوب هم به هم نمیده این شطربان من هم یک کاری ازم بر نمیاد یک شطرم اسیر دست این اگه بخوام بذارم فرار کنم برم تو بیابون های بانات وحشی منو میکشند مجبورم بمونم این حداقل اگر سختی به من میده حمایت هم من میکنه نمیذاره گرگ منو بخوره باز مراقبت از من میکنی یه کمکی میده که بخورم تا زنده بمونم ولی واقعا نگاه کن چشمام فرو رفته نگرانم که حتی پرنده ها بیان توی سوراخ چشمام لونه بسرن انقدر چشمام گود شده گردنم ببین باریک که شده نزدیک بشکنه خرگوش میگه ای برادر تو دوست عزیز من هستی من باید راهی به تو نشون بدم که یک مقداری سختی کم بکشی مسیری که هر روز شما رد میشید و تو نمک رو از اونجا به شهر میبری رودخانه ای هست تو از قسمت عمیق رودخانه رد نمیشی بنابراین فقط پاد خیس میشه من بهت نصیحت میکنم که تو دفعه بعد که شتربان داره تو رو از رودخونه رد میکنه تو خودت رو اولا بری قسمت عمیقتر رودخونه یکم هم خود تو بنداز تو آب آب میاد نمک ها رو میشوره میبره بار تو سبک میشه و حداقل سختی کمتر میکشی شطور از این نصیحتی که خرگوش بهش کرده بود تشکر کرد خوشحال شد با خرگوش خداحافظی کرد و گفت انشالله به امید دیدار و با این رای که تو من نشون دادی فکر کنم دفعه بعد منو ببینی باز ببینی که چاق و چله شدم و سر حال اومدم رفت و دفعه بعد که میخواستند بار نمک رو روز دیگر در واقع از اون رودخونه عبور بدن چطور گرفت نشست تو آب هر چه شتربان زدش بلند شو شطور گوش نکرد کتک رو خورد اما بلند نشد آب اومد و مقدار زیادی از نمک رو شست برد شطور بلند شد دید باری سوای که باری که شده دیگه این شد کارش هر وقت که از اونجا رد می شدن این کار رو میکرد و نمک, نمک تقریبا نصف می شد تا اینکه شطوربان که به حقه شطور پی برده بود روزی پشم بارش کرد پشم میدونید موی روی تن گوسفنده و آدم ها اینو میکنن میارن پارچه رو میدونید یا از پلاستیک درست میکنن قدیما که پلاستیک نبود از ابریشم از پنبه و از پشم درست میکردن اینها رو اول به صورت نخ میارن و ازش پارچه درست میکنند و پشم هم که میدونید وقتی که آب بره توش خیس میشه خیلی سنگینتر میشه داشتن رد می شدن شطور گفت بسیار خوب من که هر وقت تو آب میافتم کلی بارم سبکتر میشه امروزم بیفتم افتاد پشم پر از آب شد بلند شد خاص بلند شد دید نمیتونه بلند شد دید قدم از قدم نمیتونه برداره شطور بان گفت ای شطور حق باز این سزا یک کسی است که بخواد به صاحبش کلک بزنه من این همه سال به تو قضا دادم ازت نگهداری کردم که به من اینطوری کلک بزنی این هم سزای تو سزا یعنی پاداش یعنی کاری در مقابل کار دیگر روبا گفت ما هم نباید این خطا رو بکنیم وگرنه مثل اون شطور گرفتار میشیم ما اگر بخوایم صلح هم بکنیم و کلی هدیه و طلا و جواهر رو اینا برداریم ببریم برای پادشاه فیلها و بگیم که خب حالا با ما جنگ نکن و با ما در صلح باش این رو دلیل ضعف ما میدونه میگه می خب پس ضعیفن که دارن این کار رو میکنن نمیتونن با من بجنگن و بیشتر جری میشه جری شدن یعنی در تصمیم خود محکم شدن جری میشه و حمله میکنه بهمون و در اضافه بر اون و در ثانی در ثانی یعنی دوممن سانی به عربی دوم دومن یعنی اضافه بر اون اضافه بر اون حالتی که پیدا میکنه سربازان ما و شیرها اینه که حالت خوشی نیست میبینن ما داریم باج میدیم باج دادن یعنی پولی رو به کسی بدی که اذیتت نکنه تیمور لنگ یکی از به صلاح پاچاهان مغل که البته تاتار بوده ولی تاتار مغول زیاد از هم دور نیستند وقتی که به ایران حمله کرد کشتار بزرگی کرد واقعا خیلی ها رو کشت این تیمور خان حافظ قرآن بود قرآن رو حفظ داشت ولی بسیار خونریز و خونخار بود وقتی که حمله کرد به ایران مردم از هر شهری حمله میکرد ویران میکرد مردمان بعضی شهرها میمدن میگفتن آقا تو ما رو نکش ما بهت پول میدیم تو میخوای پول بگیری آخرش دیگه ما از اول بهت پول میدیم این بود که وقتی به اسفهان رسید مردم اسفهان اومدن بیرون بزرگان اسفهان گفتن آقای تیمور لطفا حمله نکن هرچی چی بخوای ما بهت میدیم بهت باج میدیم من یه باج رو میخوام براتون بگم ولی وقتمون الان تموم شده شب شما خوش تا دفعه بعد دوستان خوبم شبتون بخیر دنباله یه قصه مرزبان مزبان رو بگم داشتم تیمور لنگ رو براتون میگفتم که وقتی که حمله کرد به اسفان مردم و اسفان اومدن گفتن که اومدن به استقبالش گفتن بزرگان اسفان که ما پول بهت میدیم و به شهر حمله نکن شهر رو خراب نکن مردم رو نکش پیمور قبول کرد میدونستن که رحم نداره شهری اگر به جنگه همه رو میکشه اسفهانی مقاومت نکردند و قرار شد که سرهنگای تیمور بیان و پول جمع کنند و مردم شروع کردند به پول رو هم گذاشتن که اونچه رو که تیمور میخواد بهش بدند در این میان تو بازار اسفهان کفاشی با اون وسیله که چرم رو میبرید عصبانی شد از دست یکی از سرهنگای تیمور و کشتش خبر به تیمور رسید گفت باید هفت مناره از سر اسفهانیا درست کنید تا اصری که من میام مناره یعنی یک ستون یعنی سر بچینن رو هم حالت یک دایری درخت خیلی بزرگ و برن بالا تا بیاد ببینه مثلا هفتا مناره هست سپاهیان تاتار شروع کردن در اسفهان بریدن که درست کنن این هفت منار رو که جناب تیمور ببینه حالا البته این هم زیاد مربوط نیست ولی بد نیست برتون بگم که اعلام کردن تو شهر که در عین حال ما خودمون سر میبانیم ولی سر هم میخریم هر کی بیاره و مردم افتادن به جون هم و سر هم رو بریدن و بردن و فروختن به لشکر و سپاهیان تیمور انقدر زیاد سر بردن که قیمت سر ارزون شد و به جای هفت منار یازده منار درست کردن تیمور اومد تماشا کرد سر اضافی آورده بودند خود مردم اینی که گاهی برتون میگم بچه ها ما در دوره خوبی زندگی میکنیم به نسبت دوره های گذشته و دوره های گذشته خیلی تلخ و بد بوده و تاریخ رو که بخونید میبینید که بشر چقدر رنج و سختی و بدبختی کشیده تا امروز زندگی به این شکل در اومده چون امروز در واقع حاصل تجربه های گذشته هاست ببینید فقط برای رام کردن حالا رام کردن حیوانات که بماند بر گله داری برای رام کردن دانه ها دو هزار سال طول کشید که بشر بتونه دونه برنج و دونه گندم رو رام کنه به این مفهوم که خوراکی باشه مثلا بعدی از دونه ها قبل از اینکه بشر بیاد اینها رو بچینه خود دونه میافتاد رو زمین و بالاخره نوعی از دونه رو پیدا کنن و تربیت کنن که خوشمزه باشه قابل خوردن باشه تا یه حدی مثلا اگه گندم توش آرد داشته باشه اینه که زندگی فعلی حتی نونی که شما میخورید این روش دو هزار سال زحمت کشیده شده الان هم کشیده میشه اما دو هزار سال فقط برای رام کردنش اینه که زندگی رو باید ارزشش رو دونست زندگی زیباست حاصل رنج بسیار زیاده میلیون ها میلیون سال موجودات زنده است و بشر اینو در معنی باج براتون گفتم اون پولی که تیمور میخواست بگیره باج بود بعضی وقتا هم مثلا 650 سال ایران مستعمره خلیفه های عباسی بغداد بود عرب ها از زمانی که عرب ها حمله کردن دیگه ایران مال اونها بود و هر سال باید مردم ایران پول جمع میکردن کردن می به عربا حالا پادشاه هر کس بود حاکماش توی شهرها پول جمع میکردن اونها پولا رو میدادن که مدار خودشون برمیداشت یه مدار میدادن به پادشاه پادشاه مقدار خودش بر یه مقدار میداد به خلیفه خلیفه هم بالا نشسته بود یه ترکی مثل محمود سلطان محمود غزنوی میومد ایران میگرفت میگو بسیار خوب حالا که گرفتی من تو رو انتخاب میکنم که تو شاه ایرانی هر کس مثلا بین دو نفر جنگ میشه سر میکرد ببینی کدوم پیروز شدن اونی که پیروز میشد میگو من تو رو انتخاب کردم مثلا انتخاب نکرده خودش طرف پیروز شده تو این جنگ و برنده شده اون رو هم بهش میگن باج و خراج و به قصه شاه فیلان و هنج و زنج براتون گفتم که روباه نظرشو گفت و آخرش گفتن چی کار کنیم قرار شد که یک نفر رو انتخاب کنن بفرستن پیش شاه فیلها و بهش بگن که خب ما قصد جنگ نمیترسیم میتونیم به جنگی ولی قصد جنگ نداریم بهتره که در صلح زندگی کنیم پادشاه ما که شیر باشه پادشاه عادل خوبی مردم ازش راضی هستند و هم سر جاد بشین زندگی رو بکن ما هم اینور میشینیم زندگیمون رو میکنیم کاری به هم نداشته باشیم بی خود خون ریزی نکنیم قرار شد گرگ به این به عنوان سفیر و نماینده شیر بره پیش شاه فیل ها گرگ رفت و پیغام رو رسوند و گفت که میدونید که ما شیریم و پادشاه ما شیره و سرزمین ما شیر زیاد داره و شیرها جنگی و همه گفتم قبلا براتون که اسم هر کس رو که بخوان خیلی بگن دلاور و شجاع دلاور یعنی شجاع یعنی کسی که نمی ترسه شجاع هستش میگن مثل شیره بنابراین بترس پادشاه فیلو عصبانی شد و گفت که چه غلط های زیادی میکنید ما شیرها رو کباب میکنیم به عنوان کباب در کنار غذامون میکنیم شیر اصلا کی باشه که در مقابل پیل بخواد مقاومت کنه یک ضربه پای ما یک شیر رو له و لورده میکنه شیر از جوابی که پادشاه فیلها داده بود بسیار آشفته آشفته یعنی به هم ریختن و ناراحت شدن بسیار آشفته شده دستور داد گفت بگید روباه بیاد روباه اومد و گفت ای روباه مکار تو خیلی خوب فکر میکنی و خیلی خوب نقشه میریزی بگو ببینم در چنین شرایطی ما چیکار باید بکنیم با کمی فکر کرد و گفت که الان دیگه تکلیف ما مشخصه اونا میخوان با ما بجنگند و ما هم باید باهاشون بجنگیم و نترسیم گرچه تعداد ما کمه و اونها تعداد و سپاهیانشون خیلی زیاده اما همون طوری که اون موش تونست کت خدا رو بکشه شاید با هم بتونیم بر این دشمن بزرگ هرچند که کوچکیم پیروز شیم شیر گفت قصه کت خدا و موش چیه؟ کت خدا در واقع یعنی خانه خدا یا کت خدا کت خدا یعنی کسی که رئیس دهکده هستش یا ده هستش بعد خان خدا یعنی کسی که رئیس خان پس خدا یعنی رئیس رئیس خانه خودشه به مولانا جلال الدین بلخی که احتمالا اسمش رو شنیدید حالا بعدا زندگیش رو هم براتون تعریف خواهم کرد میگفتن خداوندگار شاگردانش بهش میگفتن خداوندگار بنابراین خدا به, به معنی خدای آسمان ها و ایزد نیست اینجا به هر حال گفت بله روزی روزگاری خانه خدایی بود بسیار بد جنس بد دل و بد رفتار و بد دهن بد دهن یعنی کسی که دهنش رو به گفتن حرفای زشت باز میکنه و حرفای زشت از دهنش مثل چیز کثیفی میریزه بیرون احتمالاً با همچین آدمایی برخورد کردید این رو بهشون میگن بددهن در صورت که آدم باید پاکیز دهن باشه و حتی اگر فوش یا حرف های زشت هم شنید چیزی نگه اگر بگه میشه مثل اون کسی که داره این کارو میکنه اون فرقی هست بین شما که خوبید و کسانی که بددهن و آلوده دهنند به هر حال این خانه خدای یا کت خدای زنی داشت بسیار خوب عجیبه که توی مرزبان نامه یک بار به زن گفته خوبه چون توی های قدیمی اکثرا چهره زن رو بد نشون میدن چون اندیشه و فکر اون زمانی ها اینطوری بوده به هر حال زنی داشت بسیار خوب و پاکیزه راستگو با دین و با صداقت و با ایمان و دو تا مرخ هم داشت این مرخ ها هر روز هر کدوم یه تخم میذاشتند اما موشی در گوشه خونه کت خدا لونه کرده بود و هر روز می اومد یکی یا دو تا از این تخم مرخ ها رو قل میداد میبرد توی لونه خودش و میخورد وقتی که تخم مرغ ها ناپدید میشد کت خدا به زن خودش شک کرد گفت که ای زن نابکار تو تخم ها رو برمیداری میخوری و نمیزدی که برای خانواده باشه برای ما باشه تو تنهایی اینا رو میخوری حالا شما فکر میکنید تخم تخم خوردن چی هستش که کسی به خاطرش ناراحت شه در اون زمان مواد غذایی نبوده تنها چیزی که بود لبنیات بود شیر و ماست اونم کسایی که پولدار بودن و گاو و گوسفند داشتن اصل فقط برای پولدارها چون کسایی که بی پول بودن اصل نمیتونستن بخرن و میوه در فصلش فقط میتونستن بخورن بقیه یه سال چیزی نداشتن اینکه حلوا رو هنوز هم توی بعضی از مراسم درست میکنن برای اینکه حلبا خیلی چیز با ارزشی بوده در اون زمان هم روغن توش بوده هم که چربیه و هم شکر توش بوده که قنده و هم در واقع هیدروکربون که آرده و میدونید که اینها تماماً چیزاییه که انرژی و کالوری بالا میتونه به آدم بده و قدی میارم چون کارهاشون فیزیکی بود ماشین نداشتن آسانسور نداشتند، وسیله نداشتند، بعد یا راه میرفتند حرکت فیزیکی بود همش یا تو مزرعه کار میکردن اینه که بدنشون کالری خیلی بالایی میسوزوند همیشه نیاز داشت به کالری بنابراین اگر روغن غذا قضا رو خیلی چرب میخوردند. در دوره ماست که تولید غذا زیاد شده علیرغم رقم که جمعیت زیاده هرچند بلیزش تقلبی دیگه اصیل نیست و بعضی ها نه همه انقدر میخورن که حتی وزنشون بالا میره قدیما کسی وزنش بالا نمیرفت به خاطر همین مثلا کسایی که چاق بودند به نظر زیباتر می میومدن به خاطر اینکه همه لاغر بودن از گرسنگی و چاقی نشونه این بود که کسی خوب غذا میتونه بخوره نشونه سروت بود نشونه دارایی بود به هر حال چوبی برداشت شروع کرد به کتک زدن زنش که ای زن نابکار زن بیچاره چه گفت باور کن به خدا من خطایی نکردم من تخم مرغ ندازیدم گفت نه تو من داری دروغ میگی تخم غیب میشه کجا میره تخم توی خونه است دوست که نمیاد تخم مرغ رو ببره تو داری این رو برمیداری زن بیگناه نتونست بیگناهی خودش رو به شوهر اثبات کنه و ثابت کنه و در زمان قدیم هم همیشه شوهرها زورگو بودند شوهر تعیین میکرد که چه باید بشه چه نباید بشه اگر میگفت مثلا تو دزدی دیگه اون طرف نمیتونه از خودش دفاع کنه ولی زن جرأت نمیکرد به شوهرش هم چیزی بگه کتک میخورد به هر حال یک روز زن دید که ای این موش بد جنس داره تخمرگ و حل میده به سمت لونه خودش رفت شوهر صدا زد گفت شوهرم بیا نگاه کن ببین که من بیگناه بودم ببین چه کسی داره تخم خارو رو میدوسده مرد تعجب کرد و یه ذرم شرمنده شد در دلش که ای بابا من بیخودی زنم رو متهم کردم تهمت زدم تهمت زدن یعنی چیزی رو بگی کسی انجام داده که اون انجام نداده مثل اینکه فرض کنید اه شما اه کامپیوتر بازی نکردید مامانتون بگه تو امروز کامپیوتر بابید این تهمته تو نکردید واقعا درست نیست این حرف حالا میتونه خیلی چیزهای مهمتری هم باشه مثلا کسی رو بگن تو آدم کشیر نکن این کارو نکرده باشه به هر حال بعد پشیمون شد و گفت که بلایی سر این موش بیارم که دیگه از این غلط ها نکنه رفت و یک تله پیدا کرد و گذاشت درست بغل تخم مرغ گفت که روز بعد که بیاد توی این تله خواهد افتاد اتفاقا موش اون شب مهمون داشته که دوستان قدیمیش اومده بود او پیشش اصرار کرد بهش که حالا نرو وقت شام بمون یه شامی با هم میخوریم و اتفاقا شام خوشمزه ای هم دارم تخم مرغ دارم موشا نشستن با هم تخم مرغ و خوردند و دوستش ازش تشکر کرد و گفت خب الان دیگه تاریک برق و چراغ و اینم که نیست من بخوام برم خونمون گفتم که بخواب و باشه شب خوابید خونه آقای موش خوابید و صبح بلند شدند و گفت ببین دوست عزیز این غذایی که خوردی من میرم از قسمت مرغ دونی این آقا که مرغاشو نگه میداره میدزدم اینجا معمولا دو تا تخم مرغ بیا بریم نهارم اینجا بمون بریم تخم مرغ بدوزیم بیای با هم نهار خواهیم خورد رفتند و این مهمون آقا بیشتر از خودش از تخم مر خوشش اومده بود که عجب چیز خوشمزه مقصد این زردش جلوتر داشت میرفت تا رسید به تخم مرد افتاد توی تله صدای تله که اومد خان خدای و کت خدای متوجه شد موش قهرمان ما قهرمان داستان ما که دزد اصلی بود فرار کرد توی دونه قایم شد مرد اومد این تله رو موش و در رو بود و کوبید زمین و کشتش و موش ناراحت شد و اشک به چشمش اومد که دوست عزیز و نازنین من و این نازجوان مرد کشت حالا فکر نمی کرد خب من دزدم به کار زشت خودش توجه نداشت به کار زشت اون آقا توجه داشت پایدم حالا شایدم فکر میکرد که نسبت بین کاری که کردن و مجازاتی که شدن خیلی درست نیست و در سر اگه دوزی کردن یه چوب بهشون بزنن اینکه که بکشه شاید اینطوری فکر میگرد برحال بسیار ناراحت شد و به فکر انتقام افتاد گفت من باید انتقام دوستم رو از این مرد بداخلاق نابکار که زنش رو هم اذیت میکنه بگیرم آقا موشه توی همون حیات خونه کت خدای با یه اقرب دوست بود اقرب که میدونید نیش بسیار گزنده ای داره اسم عربی هم هست فارسیش میشه کجدم کج یعنی کج دم هم که چون دمش حالت قوس داره کجه این کجدم دوست آقاموشه بود موش رفت پیشش و گفت سلام علیکم آقای اقرب گفت سلام به آقا موشه خبری ازت نیست کجایی حالی از ما نمیپرسی گفت والا گرفتار بودم یه مدتی مهموندار بودم اما خب یه اتفاقی برام افتاده که بسیار ناراحتم کرده گفت چی شده گفت دوستم رو این صاحب خونه کشت گفت عجب چرا خدا بیا مرد دوست تو گفت بله ما رفته بودیم تخمر برداریم و چنین شد و حالا من اومدم میدونم که تو دوست بسیار صمیمی من هستی و یه کار کوچولی میخوام برای من انجام بدی گفت چیه؟ گفت من میخوام اگر میشه یه بلایی سر این مرد بیاری و یه نیشی بهش بزنی اغرب گفت که من به خاطر تو هر کاری میکنم متاسفانه مثل این که اغربم از کسایی بوده که رابطه براش مهم بوده به خاطر دوستش حاضر بود آدم بکشه کار غلطیه برای دوست نه برای پدر نه برای هیچ احدی آدم کار نادرست نباید بکنه ولی خب به کتاب مال گفتم صدها سال پیشه و این مطالب توش هست به هر حال نقشه که کشیدن این بود آقا موشه چند که تلا تو خونش داشت گفت که این ها رو میذاریم مرد این مرد وقتی کت خدا اومد طلا رو برداره نیش میز نیش به تو با باشه اغرب اومد خونه ای آقا موشه و با, با هم بودند و بعد در واقع شب که شد همه خوابیدند آقا موشه اومد یه تیکه از این طلاها رو گذاشت دم در اتاق کت خدای دومی رو یکمون ورتر بعدی رو یکمون ورتر آخری رو آورد گذاشت دم لونه خودش طوری که نصفش بیرون باشه نصفش توی لونش باشه و جاشو محکم کرد که راحت به بیرون کشیده نشه صبح شد مرد بدخلاق ما کت خدای بدخلاق ما از اومد بیرون که بره سر کار نگاه کردید ای یه تیکه تلا خوشحال شد برداشتو دید برق میزنه به به ثروتمند شدیم عالی شد یکم اون نگاه کردید یه تیکه دیگه, دیگه, دیگه اونم برداشت دیگه از خوشحالی نمیدونه چی کار کنه همینطور ادامه داد گفت شاید بازم باشه رفت جلوتر تو بله بازم هست برداشت تا آخرین گفت او دم لونه موش ناجنسه موشه پس طلا هم می حالا از کجا دزدیده معلوم نیست این طلا رو دست برد که طلای آخر را از دم سوراخ موش برداره که نیش اغرب اومد روی انگشتش و در جا افتاد و مرد روباه گفت همینطوری که ای پادشاه بزرگوار تونست یک موش یک مرد رو از پای در بیاره از پا در رو یعنی کشتن ما هم میتونیم در واقع بر دشمن قوی یعنی فیل پیروز بشیم وقتمون تموم شد بقیه سر انشاءالله در بخش بعدی دوستان خوبم شبتون بخیر اگر خاطرتون باشه در بارگاه بارگاه یعنی جایی که پادشاهی زندگی میکنه یا آدم بزرگی هست بار یافتن یعنی اجازه پیدا کنه انسان بره ببینه آدم بزرگی رو بارگاه جایی بوده که آدم های بزرگ می دید به دربار پادشاهان میگفتند البته کاربورت های دیگری هم داره در بارگاه شیر داشتی یکی از حیوانات قصه تصور میکنم روباه بود اگر اشتباه نکنم بچه های خوب داشت قصه موشی رو میگفت که تونست مرد بدجنسی رو از پای در بیاره حالا شیر بعد از شنیدن قصه کمی فکر کرد و گفت که بیایید نامه ای بنویسیم برای پادشاه پیلان کسی که نوشتن بلد بود اومد و نشست و شاه گفت و اون نوشت نامه بسیار تندی که میدونی که شطرنج رو در هندوستان درست کردند و شما فیلها مال هندوستانید و میدونید که در بازی شطرنج اگر فیل حرکت غلطی بکنه یک پیاده یعنی سربازی که پیاده هستش سواره نیست میتونه اون رو بکشه و از پای در بیاره از پا در بودن قبلا براتون گفتم یعنی کشتن ما پیاده نیستیم بلکه حیوانات بسیار قوی پنجه ای هستیم یعنی پنجه ها ما قویه و میتونیم با شما بجنگیم این نامه رو فرستاد و شاه پیل ها وقتی که نامه رو براش خوندن عصبانی شد با مشت روی دسته صندلی که روش نشسته بود کوبید و بلند شد و گفت که این کسی رو که نامار را آورده بکشید و ما حمله میکنیم به سرزمین شیرها بعد پشیمون شد که کشتن کسی که پیغام آورده کار درستی نیست گفت خب اجازه بدید که بره ولی لشکر رو آماده کنید دوچار منیت شد یعنی فکر کرد من منیت یعنی اینکه کسی به اونچه که خودش یعنی منش هست زیادی مقرور بشه و این متاسفانه مشکلیه که توی جامعه ما بسیار زیاده دعواهای خیابونی برخوردهای خیابونی اضافه بر اینکه یک کار وحشیانه نادرست هستش و توی کشورهای دیگه نیست طالبا ممکنه دو بعضی از فیلم‌ها نشون بدن مثلا توی خیابون امریکا دعوایی میشه که البته خیلی کمه ولی میدونید که آمریکا کشوریه که از کشورهای دیگه آدم زیاد توش رفته در کشورهای اروپایی دعوا خیلی کم میتونید ببینید شاید آدم در 20 سال سی سال یک بار ببینه و اگر هم ببینه میبینید که باز اونها اروپایی نیستن مردمان دیگری که اونجا اومدن دارن دعوا میکنن چرا به خاطر اینکه دعوا کردن و کاری کردن کار غلطیه حالا اگر کسی حرف نامربودی گفته یه اروپایی میشته میگه خب این شعور نداره میذاره میره اما متاسفانه ما به خاطر همون حرف برمیگردیم که به من گفتی من فلاون رو بهمان میکنم و دو نفر که میخوان با هم به جنگن یا دعوا کنند هر کدوم فکر میکنن که خیلی قوی هستن یا میخوان ثابت کنن که خیلی قوی هستن ولی میدونی که از این کسانی که فکر میکنم خیلی قوی معمولا یکیشون شکست میخوره که البته اگر کسی شکست میخوره ضرورتا آدم بده نیست ممکنه حتی آدم خوبه باشه ولی اهمیتی نداره اهمیت در واقع زندگی انسان داره که انسان در زندگیش توفیق و موفقیتهای خود به دست بیارش انسان هاست که اینطوری با هم درگیر میشن و هم دیگر میزنند حیوانات معمولا برخورد ظاهری میکنند یعنی کارهایی که میکنند اینه قبلا براتون گفتم دندونشون رو به هم نشون میدن پشماشون رو بالا میبرن که بگن من خیلی گندم دندون تیز هم دارم و صداشون رو هم بلند میکنن که معو مثلا گربه باشه یا سگ باشه که صدامم گنده است از من بترس بور و دعوا نکنیم با هم اگه طرف نترسید یه امتحانی میکنن ببینن زورشون نبیزه فرار میکنن ولی انسان نمتاسفانه انسان ابلهتر از حیوانات در این زمینه به هر حال برگردیم به قصهمون فیل هم گرفتار این منیت شد که من میرم و چنین و چنان میکنم و کشور شیرها رو ویران میکنم و همشون رو میکشم دستور داد سپاه حرکت کنه حالا سپاه که میگم شما در نظر بگیرید چندین هزار فیل در صفهای مختلف حرکت که میکردند زمین زیر پاشون میلرزید به هر حال در سرزمین شیرها اما در سرزمین شیر میدونستن زورشون به فیلها نمیرسه روباه تمام لشکر روباه ها گرگ ها کفتار ها پلنگ ها یوز پلنگ ها ببر ها همه ردیف شده بودند منتظر و سک ها و حیوانات کوچکتر حتی خرگوشها، ها اومده بودند و به صف واسده بودند همشون هر کدوم در یک دسته جدا منتظر حمله فیل ها که باشون به جنگند. کاری که کردن اول اومدن یک چاله هایی رو کندند و توش خاک ریختن که ماسه نباشه خاک باشه و این خاک رو آب بهش اضافه کردن شد گل و روش رو پوشوندن فیل ها که همینطور با شتاب داشتن پشت سر هم می اومدن که هیچ فیلی ساده، با نمیستاد اگه با میساد توقف میکرد پشتریاش میخوردن بهش حرکت میکرد اومدند و دسته دسته در این چاله ها افتادند اینها که توی چاله افتادند از دو طرف حیواناتی که براتون گفتم سپاه حیوانات حمله کرد و شیرها رو و پیلها رو ببخشید و پیلها رو در به داغون کردند و شکستشون دادند این بود قصه شاه پیلان و شاه شیرها و آخرش پیروزی و موفقیت شاه شیرها و اگر خاطرتون باشه اولی که شاه فیلها تصمیم گرفت حمله کنه به سرزمین ش... شیرها سرزمینی که شاهشون شیر بود این بود که بهش گفتن جای خوش آب و علفیه و بسیار سرسبز تمع کرد در واقع تمع رو قبلا براتون گفتن معنیش چیه تمع کرد در صورت که اگر توی سرزمین خودش مونده بود رو کرده بود به سلامت میتونه تا آخر عمر زندگیش رو ادامه بده ولی به این صورت خودش مرد و بسیاری رو هم به کشتن داد قصه تموم شد و اما قصه بعدی ما قصه شیر پرهیزکاره شهریار گفت قصه بعدی رو که میخوام برای پادشاه بگم قصه شیر پرهیز شیری بود در بیشهی در جنگلی بسیار عادل و مهربون و بسیار پرهیزکار و پارسا کار یعنی پرهیز کردن یعنی از یک کاری دوری کردن یعنی مثلا از کشتن حیوانات دیگر دوری میکرد پرهیز میکرد به همین دلیل کار بود و پارسا بود و فقط میخواست که به حیوانات دیگه خدمت کنه باشون مهربون باشه و خداوند ازش راضی باشه این شیر پرهیزکار همه چیز رو به اندازه به هم مخلوط کرده بود در اخلاق خودش ببینید توی غذایی مثلا مامان تو برتون درست میکنی یا کسی دیگری نمک اندازه میریزه فلفل اندازه میریزه سبزی های مختلف که لازمه اندازه میریزه شما میبینید غذا خوشمزه است خوردنیه شخصیت آدم هم اینطوریه اگر هر چیزی که دارن به اندازه باشه در واقع شخصیتشون بر دیگران گوارا و دلپذیر دلپذیر یعنی چیزی که دل راحت میپذیرتش دلپذیر میشه و جالب میشه این شیر همچین حالتی داشت به جا و به اندازه عصبانی میشد به اندازه و به جا و به کسانی که باید مهربانی میکرد این بود که حیوانات خیلی دوستش داشتند و اما جنگلی که در زندگی میکردند درختان بلند همیشه سرسبز درختان پر از میوه سبزه های بسیار لطیف جویبار آب آبهای بسیار شفاف مثل اشک چشم قبلا براتون گفتم یه تشبیه مثل اشک چشم یعنی شبیه اشک چشم پاکیزه در اونجا بود و گرگ و بره و آهو و پلنگ همه با هم دوست همه با هم مهربان دوستان خوبم اگه دقت کرده باشید در اکثر قصه های ما وصفی که از جنگل و بیشه می کنیم همینطوره بسیار زیباست اشک چشم درختان بلند سرسبز جالبه براتون که شما اگر یک اتفاقی در مثلا ده سالگیتون افتاده باشه اتفاق مهم باشه در خاطرتون میمونه 20 سالگی به یاد میارید که آره یه روز مثلا من داشتم تو بازی میکردم تو افتاد تو خونه همسایه همسایه تو و پاره کرد این تو ذهنتون میمونه و در ذهنتونم میمونه اگر مثلا بگید که توپ من افتاده بود خونه همسایه همسایه اومد و به من گفت که عزیزم این توپی که داری یکم یک کهنه شده من یه توپ خیلی نو دارم پسرم استفاده نمیکنه من میتونم این توپو بهت بدم این هر دو حادثه شما یادتون میمونه یکی به عنوان اتفاق بد یکی به عنوان اتفاق خوب این خاطرات که شما در طول زندگیتون دارید و حافظه شما باعث میشه که به یاد بیارید حالا در گذشته های بسیار دور که پدران و اجداد ما زندگی میکردند اگر اونها هم خاطری داشتند که تکرار شده در نسلهای مختلف این به نوعی در ذهن میمونه از طریق ژن به ما منتقل میشه طریق سلول پدر و مادر به ما منتقل میشه یعنی یه بچه که متولد میشه نیازی نیست برای کلاس بذارن بگن که لطفا شما مثلا پستونتون رو بخورید یا شیر بخورید خودش میخوره این رو در واقع به صورت قریزی میدونه حالا شما در نظر بگیرید که اقرب روتیل مار اجداد ما رو زده باشن و دردشون اومده باشه یا دیده باشن که کسی رو اقرب زد و مرد کم کم یک نسل دو نسل ده نسل بیست نسل صد تا هزار تا این توی خاطره نسل های ما میمونه که اغرب خطرناک و زشته و به نظر ما اغرب دیگه زیبا نمیاد اما قناری بلبل که بالای درخت چرچر میزنه به نظرمون زیبا میاد چون ازش اذیتی نمیبینیم آزاری نمیبینیم یعنی پدرانمون ندیدند و ما هم در واقع می بی... احساس میکنیم که این صدا قشنگه این قیافه ای این پرنده قشنگه در صورتی که این پرنده مزر بود به نظر ما چی میشد به خاطر حافظه که از پدرانمون میومد به نظرمون زشت میومد حالا چرا جنگل و آب و چیزایی که توی قصه ها اومده به خاطر اینکه کسانی از اجداد ما که توی جنگل جایی که درخت بوده آب بوده زندگی میکردن شکار بوده میوه بوده زندگیشون راحت بوده اما در جایی که خاک خوش بوده وارون نمی اومده هیچی نبوده بخورن و از اونجا خاطر خوبی اجداد ما نداشتند و به خاطر همین به نظر ما در مقایسه با یک بیابون بیابان بیابون که میگن بیابان جه که آب نداره بیابه کسانی که در بیابان به صلاح میرن بیابان رو نگاه میکنند با کسانی که میرسن به یک جنگل سرسبز پر از آب پر از پرنده و پر از میوه به نظرشون دومی زیباتره استثام هست ولی اکثریت آدم ها که این, این به نظرشون زیباتر میاد صدای آب براشون آرامش بخشه چون آب مایه زندگی بوده اینا توی خاطره های ما مونده از طریق تولد به ما منتقل میشه و در ما فعال میشه مثل یک برنامه کامپیوتری که اکتیوش میکنید این فعال میشه در ما و ما در واقع منشأ این که میگیم چیزی زیبا هست یا زیبا نیست اینه حالا در مورد آدم هم همینطور شما فکر کنید همه آدم ها یه چش رو پیشونیشون داشتن و ما عادت کرده بودیم و اجداد ما عادت کرده بودند اگر کسی که الان میشناسیم و به نظرمون زیباست و دو تا چش داره وارد میشد ما همه فریاد میزنیم فرار میکردیم دو تا چش داره همه باید یه چش داشته باشن ما به با اون عادت کرده بودیم ولی الان این رو عادت کردیم و زیبا میدونیم عادت فقط ما نیست عادت پدران و اجداد ما هست که به ما منتقل شده این آقا شیره قصه ما پادشاه در واقع حیوانات روزی داشت کنار قصرش قدم میزد و دید که یک آخر اومد گفت سلام عرض میکنم قربان تعظیم عرض میکنم تعظیم یعنی خم شدن توی فار... این تعظیم عربی فارسی میشه کرنش گفت و میدونید آدمایی که میخوان به دیگری بگن که تو بزرگتری در مقابلش یکم خم میشنی سرم آوردم پایین میخوای بزنی بزن اینا یک علامت هاییه که آدما در واقع به ریشش آگاه نیستند و نمیدونند ولی ریشش اینه که سر من پایین اگه میخوای بزنی تو سرم بزن تو آزادی تو بزرگتری یا مثلا دست دادن دست دادن که ما دست میدیم با هم مال این بوده که در زمانهای بسیار گذشته هزاران هزار سال آدما چیزی در دست مخفی داشتن میرسیدن میزدن تو صورت اون یکی که بکشنش که شاید بخورنش یا شاید مثلا از میون برش دارن برای اینکه اون قسمت اون منطقه رو برای خودشون بگیرن که این فرداشته تو زندگی میکرده ولی الان این شده دست دادن یعنی اونایی که میخواستن در اون زمان به همدیگه بگن که من هیچی تو دستم نیست با هم دست میدادن دست همدیگه رو کپ دست همدیگه رو لمس میکردن خیالشون راحت میشد حالا جالبه که روم قدیم اگه تو فیلم دیده باشید دست دادنشون این شکلیه که آرنج همدیگر رو لمس میکنن برای اینکه در اون زمان خنجر رو تو آرنج قایم میکردن بگذریم برگردیم به قصهمون خرس اومد تعظیم کرد و شاه گفت که خیلی خوش اومدی به سرزمین مامان من در این منطقه تو رو ندیده بودم گفت قربان بنده وصف وصف یعنی حالت در واقع حالت هایه. حالا باز بیشتر توضیح میدم بر تو نمیخوام لغت به لغت بگم که براتون مشکل بشه فهمش میخوام توضیح بدم بیشتر گفت من وصف عدالت و مهربانی و پرهیزکاری و پارسایی شما رو شنیدم در دور دست ها زندگی می کردم جای بسیار دوری بلند شدم راه بسیار طولانی اومدم تا اینجا به خاطر اینکه شما این پادشاه خوبه که مثل پیامبرها زندگی میکنه رو ببینم و در کنارتون باشم مثل سایه اگر اجازه بدید حالا وصف یعنی چی یعنی وصف های چیزی رو گفتن مثلا من میگم وصف سیب رو میخوام بکنم سیب مثلا یک میوه گرد هستش که یا به رنگ قرمز یا به رنگ سبز و توش تا تا یه سفید تره و مزش ترش و شیرین این وصف در واقع گفتن صفتهای های سیب به هر حال خواستم لغتم بدونید و بعد قصه ادامه بدیم شیر گفت که خیلی خوش اومدی به سرزمین ما من خیلی خوشحالم که تو این راه دور رو برای دیدن ما اومدی من به تو این افتخار رو میدم که در کنار من باشی و هر وقت دلت بخواد به دربار بیای و با هم گفتگویی داشته باشی خرس خوشحال شد و گفت پادشاها پادشاه ها من بسیار خوشحالم که شما منو مورد لطف قرار میدید و با من این مهربانی رو میکنید و از اون به بعد خرس در دربار شیر رفت آمد می کرد با هم صحبت می کردن گپ می گپ یعنی گفتگو گویا همین گفتی هم که ما میگیم اصلش گپتن بوده که پ به ف تبدیل شده مثل پیل که شده فیل یا گوسپند که شده گوسفند گویا اولش اون بوده گپ زدن یعنی حرف زدن حرف عربیه ولی گپ گب فارسیه گپتن و گفت تن هم فارسیه خرس حالت کسی رو داشت که به یک آرزویی رسیده آرزوی که در کنار پادشاه باشه و هر روز بتونه با پادشاه حرف بزنه قاعدتا این شکلی بوده که آدم وقتی که با آدم مهمی مثل پادشاه ارتباط داشته خب دیگران برایش براش احترام بیشتر قائل بودن جای جای زند جایگاهش مهم بود بالا بود شما در نظر بگیرید کسی با رئیس جمهور فرض کنید فرانسه دوست باشه خب رفت و آمد کنه خب معلومی که خیلی از فرانسوی براش احترام قائلن میگن دوست رئیس جمهور ماست چون رئیس جمهور مقام بالایی برشون داره پادشاه هم اینطوری بوده و خرس هم از اینکه این افتخار بهش داده شده که نزدیک پادشاه باشه بسیار خوشحال بود تا اینکه روزی روزی شطری از کاروانی جامانده و گم شده سرگردان علف چرید و چرید و چرید و اومد تا نزدیکی های سرزمین شیر سرزمینی که این شیر پارسا پادشاهش بود حیوانات با اینکه همشون توبه کرده بودن به دستور شیر که گوشت نخورند و هیچ حیوان دیگری رو ندرند با دیدن شطور که غریبه بود طمع کردند که بد نیست به این حمله کنیم و یک گوشتی بعد از مدت ها بخوریم و دلی از ازادر بیاریم خواستند حمله کنند که شیر دید و فریاد زد ای نابکاران چه میکنید؟ کنید؟ مگر قرار نبود گوشت نخورید؟ حالا بقیه قصه چه شد میمونه بیار برای دفعه بعد الان بیست دقیقه تموم شد من بهتون شب بخیر میگم شب شما خوش و خوش بخوابید سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر دنبال قصه شیر پرهیزکار رو میخوام براتون بگم شیر اگر خاطرتون باشه فریاد زد به حیوانات که حق ندارید این شطور رو پاوره کنید و بخورید شیر ادامه داد و گفت که بگذارید به او آن رسد که از آن مرد زشت روی به خسرو رسید حیوانات جمع شدن و گفتن پادشاه ها اگر لطف بفرمایید این حکایت رو بر ما تعریف کنید ما هم از فایده این قصه بهره میبریم بهره بردن یعنی سود بردن یعنی فایده بردن پادشاه گفت که بله روزی روزگاری خسرو انوشیروان عادل از خواب بلند شد و احساس کرد که بسیار اون روز با کار خاصی هم نداره و قصد کرد که بره به شکار همه وسایل شکار رو آماده کردند و مستخدما و سربازا و سکهای تازی و وسیله شکار و اسب پادشاه رو زین کردند و اومد و سوار شد و حرکت کرد در را به مردی رسید که بسیار زشت رو بود و گفت که این دیدن این مرد مرا خوشحال می کند او را از سر راه من دور کنید سرباز اومدند و به این مرد گفتند برو و دور شو خسرو داره میاد و نباید تو رو ببینه مرد ناراحت شد دلشکسته شد که خب آخه چرا من چی کار کردم من گناهی نکردم که من خب زشت متولد شدم و واقعیت اینه که ما آدم ها عموماً به کسانی که زیبارو هستند بیشتر توجه داریم ولی میدونید که هرچه جامعه داره پیشرفت میکنه و به سمت قرن 21 و 22 داریم میریم این حالت عوض میشه و به شخصیت و روحیه و انسانیت و دانش و معنویت آدم ها بیشتر توجه میکنیم معمولا میگن زیبایی چهره نشونه ژن خوبه و همه به سمت زیباها میرن چون حالا اگه جنس مخالف باشه به خاطر اینکه ژنشون با یه ژن خوبی ترکیب بشه کشش دارن بهش ولی هم جنس ها هم معمولا گویا چشمشون با دیدن روی خوب نوازش میشه و از دیدن روی بدازرده حال اینکه بعضی وقتا این قاعده درست نیست و کسی که زهر رو هستش ممکنه ژن بسیار خوبی داشته باشه مثل سقراط سقراط میگن شکل بز بوده یکی از اولین فیلسوف های یونان و حتی میتونم بگم جهان و همچنین یک مرد زشت روی دیگری بوده در ایران بعد از حمله عرب که عرب دیگه سر تا سر ایران رو گرفته بود ایران مستعمره عربستان سعودی بود تو زمان سعودی نبود اسمش ولی همین کشوری که میشناسیم با عراق و یه جای هم گرفته بود و ایران هم مستعمره ای اونها بود و در ایران جنبش هایی بود مردم بلند میشدن عرب ها ظلم بهشون میکردن میخواستن بر علیهشون قیام کنند عرب مثلا تو خیاب ونداش داشت میرفت گفتم براتون یک بار دستش بود ایرانی میرسید وظیفه داشت بار عرب رو بگیره تا دم خودش بره برسونه یا اگر ایرانی با اسب میرفت عرب پیاده بود بعد فوری پیاده میشد میگفت بفرمای شما سوار شید خب ایرانی ها خسته شده بودن از اینکه انقدر پول بدن به عربها و عربها اذیتشون کنن و تحقیرشون کنن جنبش های زیادی بود بابک بود ابو مسلم بود مازیار بود که اینا رو بعدا براتون میگم سندباد بود و یکی از این جنبش ها جنبش مردی بوده که بهش میگفتن المقنع یعنی کسی که نقاب داره و میگن به زشت بوده چهرش که همیشه نقاب رو صورتش بوده و این جنبش سپید جامگان رو یعنی کسانی که لباسشون سپیده مثلا ابو مسلم سیاه جامگان ولی یعنی کسانی که لباسشون سیاه سیاه میپوشیدن اینها سپید جامگان بودند و ادعای پیغمبری میکرد میگفت اصلا من پیغمبرم من پیغمبر ایرانی هستم و جالب اینه که در حکایت نوشته شده که این یک ماه ساخته بود که این ماه شبا از توی یک چاه بیرون می اومد حالا تکنولوژیش چی بوده فوتوفندش چه بوده این رو هنوز کسی نمیدونه بهش میگفتن ماه نخشب بعد ماه نخشب رو توی کتابی من خاطرم میاد دیدم که از دو ماه راه دیده می شده یعنی اگه شما دو ماه پیاده می رفتید باز نگاه می کردید ماه رو می خیلی بزرگ بوده قاعدتا که دیده می شده و این مرد میخواست ایرانیا رو به بهانه همین که من پیغمبر این بهانش بود میخواست ایرانیا رو از دست عرب ها نجات بده چون ما نزدیک 630 سال مستعمره عرب ها بودیم و بهشون مالیات میدادیم به عنوان کشوری که اونا گرفتند به هر حال سپی جامگان جنبشی بود که خیلی هم داشت موفق میشد ولی متاسفانه چون یک عده از ترک هایی که پیوسته بودند به این آقای سپی جامه یعنی رهبرشون اینها چیز میکردن مردم رو اذیت میکردن میرفتن دهات و غارت میکردند نمیدونم پول مردم به زور ازشون میگرفتن میکشتنش مردم ناراحت شدند از دیگه حمایتشون نکردن به خاطر همین این جنبه شکست خورد و عرب ها اومدند و قلعه قلعه ای رو که این به اصطلاح المقنه توش بود محاصره کردند ولی بعدن که قلعه رو تونستن بگیرن هیچ کس توش نبود بعضی میگن که خودش رو توی یک خم اسید انداخته خوم یعنی یک کوزه بزرگ بعضیا میگن نه در تنور نانی که در قلعه بوده و برای همه نون میپختن درش خودش و زناش همه تو اون افتادند و سوختند به هر حال مشخص نشد آخرش چه اتفاقی افتاد این مرد هم زشت رو بود ولی اولا قدرت رهبری داشت ثانیان این قدرت رو داشت که یک جنبش بزرگ رو علیه خلیفه عباسی که خیلی قوی شده بود راه بندازه و نزدیک بود که حتی برش پیروز بشه و از طرف دیگه تونسته بود ماه نقشب رو درست کنه اینا همش مال یک آدم زشت بود حالا برگردیم به قصهمون انوشیروان وقتی که این کارو کرد رفت شکار و شکارش انجام داد و نهار رو خوردند و استراحت کردند و طرف های که برمیگشت این مرد باز اومد تو مسیر راه انوشیروان ایستاد خسرو ناراحت شد و گفت که این مرد که باز اومد من نمیخوام ببینمش گفت که من ولی حرفی دارم با پادشاه خسرو خب دیگه به هر حال انقدر عادل و مهربون بود که اگر کسی حرفی داره خب بشنوه نگه نه نمیشتم گوش نمیکنم بهت گفت بگو ببینم مرد حرفت چیه گفت که پادشاه از دیدن من ناراحت میشه فکر نمیکنه که من از دیدار پادشاه خوشحال میشم اگر آدم ها از دیدار یکدیگر ناراحت و خوشحال میشند خب تو ناراحت میشی ولی به اجازه بده من این خوشحالی رو داشته باشم که تو رو ببینم پادشاه از این حرف یه مقداری منقلب میشه یعنی احساساتی میشه و اصلا از کار خودش که این مردم میخواسته از سر راه خودش دور کنه ناراحت میشه شیر پادشاه حیوانات میگه حالا من هم میخوام این شطور منو ببینه از دیدن من خوشحال بشه نباید دیدن من محرومش کنید و شما هم حق ندارید که گوشت خاری کنید یا این رو بکشید و آزارش بدید شیر نزدیک رفت و به شطور گفت که ببینم در این سرزمین چه میکنی شطور گفت قربان من در پی کاروانی داشتم میرفتم دنبال کاروانی و وقتی که ما رو باز کردن برای استراحت که کمی علف بخوریم و شکمی سیر کنیم من از کاروان دور شدم و سرمو که بالا آوردم دیگه هیچ کس رو ندیدم گم شدم همینطوری در حال عرف خوردن میومدم تا رسیدم به این بیشه و وقتی که این حیوانات منو دوره کردن وحشت کردم گفتم ای دریق درست تو کاروان بودم بار روی پشتم خسته می خستم میکردن غذا کم میدادن ولی حداقل منو نمی کشتن اومدم جایی که میخوان منو بکشند گفت خیالت آسوده باشه ای شطور اینجا سرزمینیه که من درش پادشاهی میکنم و در سرزمین ما هیچ کس حق نداره به دیگری آزار برسونه تو از امروز از نزدیکان من هستی و میتونی مورد لطف و مهر و محبت من قرار بگیری شطور تشکر کرد که قربان این افتخار بزرگی برای من که پادشاه بزرگی مثل شما به من اجازه بده که در نزدیکی و در مجاورتش باشم مجاورت این در کنار نزدیکی روزها گذشت و هر روز شطور به خاطر مهربانی، صداقت، درستکاری به شیر نزدیک و نزدیکتر شد تا جایی که شد از یکی از مهارم یعنی محرم ها محرم یعنی کسی که آدم هر رازی رو بهش میگه شد از محرم های پادشاه و همین باعث حسادت شد در های قدیم رقابت و حسادت بسیار زیاد بسیار زیاد همونطور که الان شاید توی بعضی از ادارات که شغل های مهم یا پول توش هست این حسادت ها و این رقابت ها وجود در اون زمان خب خیلی شدید تر بوده به خاطر اینکه پادشاهان احمق بودند و اطرافیان میتونستن با بدگویی یک کسی رو پیش پادشاه خراب کنن و حتی به کشتن بدن توی قصه‌ای که تالو گفتم احتمالا متوجه این مسئله شدید که نادانی پادشاه ها باعث مرگ افراد بیگناه می شده. در طول تاریخ واقعی خودمون هم بسیاری از وزرا و نزدیکان شاه ها کشته شدند به خاطر حسادتی که اطرافیان میکردند و بدگوییهایی هایی که میکردند اما کسی که بیش از دیگران بیشتر از دیگران حسادت میکرد به موقعیت شطور آقای خرس بود خرس با خودش فکر کرد که الان این شطور اومد چه اتفاق میفته شاه هر روز داره بهش نزدیکتر میشه باش مهب... مهربانتر میشه و جای من رو میگیره یا حداقل جای من کم میشه پیش پادشاه پادشاه بیشتر وقتش رو با شطور میگذرونه و با شطور صحبت میکنه به خاطر اینکه موقعیت خودش از دست نده فکر کرد باید کاری بکنم که این شطور از بین بره در پی فرصت بود که چطور حالا نقشه ای بکشه و این نقشهش رو اجرا کنه نقشه رو کشید نقشهش این بود که بره و شطور رو از شیر بترسونه که شطور از اونجا بره یا حرکتی بکنه که شیر عصبانی بشه و بکشتش این بود که پیش شطور رفت روزی و گفت ای برادر ای دوست عزیز من چقدر خوشحالم که تو اومدی پیش ما از زمانی که تو اومدی به نظرم آسمان آبی قشنگتری داره سبزه ها سبزترن و آب زیباتر صدای چهچه بلبل به گوش من خوشتر ولی راستشو بخوای گاهی وقتا وقتی به تو فکر میکنم غمگین میشم شطور تشکر کرد گفت خرس عزیز من هم واقعا از بودن تو در این جمع خیلی خوشحالم من اصلا فکر کنم به بهشت اومدم فکر نمیکردم سرزمینی باشه که انقدر حیواناتش با هم مهربون باشن همدیگر رو نکشند اذیت و آزار نکنند و پادشاه به این خوبی و به این مهربانی داشته باشند خرس گفت که من ولی بر تو غمگینم گفت چرا؟ شطور نگران شد گفت چرا؟ گفت که خب نمیتونم بکم متاسفانه میدونی به هر حال آدم وقتی دلسوزی میکنه به کسی چیزی رو میگه آخرش قضایا و داستان طوری میچرخه که به زیان خود آدم میشه خب منم که بیکار نیستم دارم زندگیمو میکنم حالا بیام یه مطلبی رو که به نفع تو هستش به تو بگم و تو هم دهن لق باشی دهن لق بودن یعنی کسی که حرف رو نگه نمیداره تو دهنش میره زود به کسی که میگه بری به پادشاه بگی یا به دیگران بگی بر من درد سر درست میشه برادر نمیگم فقط میگم که واقعا دوستت دارم عاشقانه دوستت دارم اما برات غمگینم و برات متاسف شطور گفت که با این حرفات من نگران کردی خب من اگر به تو قول بدم چون من آدم پاکیزه یعنی از انظر اخلاقی هستم اگه بهت قول بدم که پیش کسی هیچ چیزی نخواهم گفت آیا میتونی اون چی که در دلت هست و به نفع منه به من بگی؟ گفت که به حاضری قسم بخوری، سوگند بخوری گفت بله من قسم میخورم، سوگند میخورم به هر چی که تو بگی این راز رو حتی به قیمت جونم پیش کسی نگم که تو به من چه گفتی گفت بسیار خوب حالا که فعلا دیگه اینطور به من داری قول میدی منم به قول تو واقعا دارم اعتماد میکنم بهت میگم ببین شیر پلنگ گراز کفتار اینها ممکنه یه دو روزی البته گراز نه ولی خب بقیهشون دو روزی گوشت خاری نکنند ولی عادتشون به گوشت خاریه چون تینت و اصل و ریشهشون گوشت خاریه. حالا چند روزی تصمیم میگیرند که خودداری کنند و نخورند ولی بالاخره اون زمانش میرسه که برمیگردن به اصل خودشون به اون که طبیعت به اون شکل اینها رو آفریده تا کی تحمل میتونن بکنن گیاه بخورند و لاغرشن نه خوراکشون اصلا گیاه نیست میوه نیست بنابراین اون روز که برسه تو که نزدیکترین فرد به شاه هستی مسلم بدون حتما بدون که اول تو رو خواهد خورد و تو جوون به این خوبی شطور به این مهربانی آدم به این پاکی پاک دلی خوشنیتی واقعا حیف نیست تو کشته بشی اشک به چشمای خرس اومد اشک حق بازی البته نه اشک واقعی و گفت که واقعا من از این بابت ناراحتم شطور ایشم تو فکر رفت و گفت ولی پادشاه تصمیم گرفته که گوشت نخوره پارساس من اصلا در اون جاهای دوردست هم شنیدم که همه میدونند که در این سرزمین پادشاه عادلی هست که گوشت نمیخوره فقط گیاه میخوره پریسکاره گفت بله این حکایت ها هست ولی آدما موجودات به ذات خودشون برمیگردن تو مگر قصه ما رو جولاه رو نشنیدی گفت نه چیه این قصه گفت بله روزی روزگاری جولاهی بود جولاهه اسم فارسی بسیار قشنگیه یعنی بافنده کسی که میبافه توی عربی بهش میگن نساج و صنعتش رو بهش میگن نساجی یعنی بافتن بافتن پارچه یا هر چیز دیگری حتی به تارتانک یا انکبوت هم گاه جلاهه میگن گفت ای بود و زنی بسیار زیبا داشت خیلی زیبا تمام مردم شهر وقتی که این زن رو میدیدن هوش از سرشون میرفت که مگه میشه یک بشر به این زیبایی باشه اما این زن زیبا زن وفاداری نبود و با مرد دیگری دوست بود و جراحه از این مسئله با خبر نبود اما کم کم بو برد و متوجه شد بو برد یعنی انگار بوی یه چیزی رو شنید هنوز خودشو نمیدونه گفت بوی یه چیزی میاد بو برد و کم کم شک کرد در کار زنش و با خودش فکر کرد که من چه کنم روزی اومد و به زنش گفت همسر عزیزم همسر زیبای من یک کاری پیش اومده تو یک دهی که از اینجا دوره من یک هفته بعد برم اونجا بنابراین تو رو تنها میذارم توی خونه باش بیرون نرو در و بروی کسی باز نکن تا من برگردم زن گفت باشه شوهر عزیزم شما برو به کارت برس من مراقب خودم هستم در و مطلقا بروی کسی باز نمی کنم مرد وسایلشو برداشت و راه افتاد راه افتاد از اون شهرشون رفت. به محض اینکه مرد رفت، زن یک کسی رو فرستاد دنبال اون مردی که باش دوست بود و گفت بهش خبر بده که من در خونه تنها هستم و میتونه بیاد پیش من. جلاه در این فاصله آروم برگشت به سمت شهرشون از دری که زن متوجه نشه، برگشت توی خونه دید بله، زنش خوراک مرغ و خیلی چیزهای دیگه درست کرده آماده کرده و غذا داغ روی اجاق و رفته بیرون احتمالا خبر بده به دوستش که بیا کاری که کرد این بود که همه غذاها رو خورد دیگ خالی موند و برگشت اومد زیر تخت خواب قایم شد که ببینه چه اتفاق میفته زن برگشت خونه که منتظر دوستش بشینه تا اون بیاد با هم غذا بخورند و صحبت کنند اومد نگاه کردید از غذا خبری نیست خیلی باهوش بود حد زد که شوهرش برگشته و غذا رو خورده و احتمالا به رازش هم پی برده و فهمیده که این با دیگری دوست هستش و گرنه چرا چرا گفت که یک هفته میرم و نرفته و برگشته توی خونه قایم شده چادر سر کرد از خونه بیرون اومد و رفت اون روز در شهر جارچی ها جار میزدند که، حالا جارچی چیه؟ قدیما چون تلویزیون و رادیو و این چیزا نبود که خبرها رو پخش کنند وقتی پادشاه دستوری میداد توی میدون شهر میخوندند اون دستور رو یا اینکه جارچی ها در کن و گوشه و کنار شهر یا ده فریاد میزدند آی مردم با خبر باشید امروز شاه شاهان سلطان خاقان در خواب دیده است که حالا چنین به این صورت جار میزدن و میگفتن حالا اون روز چی گفتن اون روز جارچی ها گفتن که پادشاه خوابی دیده که هر کس تعبیر خواب بلده باید بیاد به دربار پادشاه زن رفت به دربار پادشاه وقتمون تموم شد شب خیر میگم و آرزوی شب خوشی رو بردیم دارم سلام بر دوستان خوبم شب شما به خیر من دنبالی قصه جولاهه رو براتون میگم اگر خاطرتون باشه زن جولاه رفت به دربار پادشاه به دلیل اینکه میدونست اگر شوهرش آزاد باشه ممکن اذیتش کنه به خاطر اینکه با مرد دیگری دوست بوده و در اونجا گفت که پادشاه ها و اگر خاطرتون باشه باز جار زده بودن که پادشاه خوابی دیده و همه خواب گذار ها خواب گزار یعنی کسی که تعبیر خواب میکنه تعبیر یعنی گفتن معنی چیزی که معنیش زیاد روشن نیست کسی خواب میبینه میگه مثلا خواب دیدم دیشب این اتفاق افتاد از یه بلندی اومدم افتادم ولی توی هوا پرواز کردم خواب گذار میگه آه خواب بسیار خوبی دیدی این که پرواز کردی یعنی روح تو سبکه تو آزادی مشکلات حل میشه یا همچین چیزایی زن رفت به دربار پادشاه گفت که پادشاه من شنیدم که شما خوابی دیدید و دنبال کسی هستید که خواب رو تعبیر کنه شوهر من جولا هست ولی خواب بسیار توانایی توانا یعنی که میتونه کار خوب انجام بده بهترین خواب این سرزمینه و اگر ازش به بهتون نمیگه که خواب بلده نمی... نمیگه که معنی خواب ها رو میدونه فقط به یک صورت اقرار میکنه و اونم اینه که کتکش بزنید فحشش بدید اذیتش کنید وگر نمیگه من بلد نیستم پادشاه این رو شنید و فرستاد دنبال شوهر زن و شوهر رو برداشتند و آوردن به دربار پادشاه گفت ای مرد من خوابی دیدم باید این خواب منو تعبیر کنی برام مرد گفت قربان بنده یک جولاهی ناتوان و ناچیزم از من تعبیرگری بر نمیاد من تعبیر خواب بلد نیستم گفت بسیار خوب یادش اومد که زنش گفته فقط با کتک گفت صد ضربه چوب بهش بزنید بعد بیارید با من صحبت کنه جولاه دید ای داد و بیداد صد ضربه چوب اون هم اون به اصطلاح مستخدمان بیرحم پادشاه که وقتی که میبینن میخوان دق دلشون رو از تمام مشکلاتی که خودشون تحمل کردن در زندگی یا هایی که از بالا دستیاشون شنیدن فوش بدن دو کتک بزنن تا دق دلشون رو سر این کالی کنن نه بیچاره میشه گفت که قربان باشه باشه چشم من خواب گذارم و خواب شما رو تعبیر میکنم اما من فقط سه روز از شما فرصت میخواد پادشاه با گفت باشه ما سه روز به تو مهلت میدهیم مهلت یعنی همون فرصت جوله ها اومد سه روز تمام به این در و اون در میزد سر به سجده روی خاک میگذاشت میگه خداوند کمک کمکم کن آخه من چیکار کنم من که خواب گذاری بلد نیستم اگر فقط تو کمکم کنی اما به نتیجه ای نمیرسید و نمی دونست چه چیزی باید به پادشاه بگه مثلا این بود که پادشاه میگفت من خوابی دیدم که به خاطر نمیارم تو بگو من چه خوابی دیدم یعنی کار فقط تعبیر خواب نبود باید علم غیب می داشت که جناب پادشاه در خواب چه دیده روز سوم معیوس و ناراحت در کنار خرابه ای بود نشسته بود و با ریکای روی زمین بازی میکرد در نزدیکیش سوراخ ماری بود ماری سر از لونه بیرون آورد و به در کتاب نوشته به اذن خداوند با اون صحبت کرد یعنی خدا اجازه داد که مار با آدم صحبت کنه گفت سلام جلاهه گفت سلام آقای مار ارادت دارم مخلص شما هستم گفت که ته خیلی غمگینی گفت دست رو دلم نگذار مشکلی دارم که به این سادگی حل نمیشه گفت حالا مشکل تو برای من بگو شاید فکری به خاطرم رسید قصه رو برش گفت گفت پادشاه خوابی دیده و نمیدونم چرا فکر کرده که من خواب گذاری بلدم و از من خواسته که بهش بگم چه خوابی دیده مار لبخندی زد و گفت خوب این که کاری نداره جولای با تعجب برگشت و گفت یعنی چه کاری نداره خب من نمیدونم اون چه خوابی دیده گفت بله تو نمیدونی اما شاید من بدونم گفت راست میگی خب خب حالا البته شرط شروط داره بگو ببینم اگر تو این کار رو برای پادشاه بکنی پادشاه به تو پاداش خواهد داد پاداش یعنی جایزه پاداش خواهد داد بگو ببینم اون پاداش چه بخشی سهم تو خواهد بود و چه بخشی سهم من خواهد بود گفت که هرچی تو بگی آقای ماروان اصلا حرفی ندارم من فقط میخوام از این مشکل نجات پیدا کنم گفت بله الان اینو میگی اما وقتی که ثروت و نعمتی که شاه بهت میده دستت بیاد همه میگیرتت اون وقت نمیخوای هیچ بخشش رو به هیچ کس بدی پس بگو ببینم چه بخشی چه سهمی به من میدی جولاه گفت اصلا همش مال تو مار گفت نمیشه ببین لاف بی خودی نزن لاف یعنی حرف بیهوده زدن راستشو بگو گفت بسیار خوب پنجاه پنجاه مار گفت قبوله و اما خوابی که پادشاه دیده چیه پادشاه در خواب دیده که از آسمان شیر و پلنگ و گرگ داره میباره و وحشت کرده و بیدار شده گفت جلاه خوشحال شد و گفت مطمئنی خوابه گفت باید خیالت راحت بشه برو بهش بگو اما فراموش نکن که سهم منو برام بیاری جلاه شتابان شتابان یعنی با عجله شتابان رفت به دربار پادشاه و گفت قربان روز سوم من جواب شما رو دارم شاه گفت خب بگو ببینم آنچه من در خواب دیدم چه بوده است گفت قربان شما در خواب دیده اید که از آسمان شیر و پلنگ و ببر و گرگ و حیوانات دیگه داره میباره شاه گفت ای راست میگی راست میگی من دقیقا همین خواب دیدم آفرین جولاهه تو تعبیرگر خیلی خوبی هستی اما بگو ببینم تعبیر این خواب من چیه گفت قربان تعبیر خواب حالا جولاهه اینو از مار نپرسیده بوده ابله که خب معنیش چیه اما از خودش همون لحظه به ذهنش اومد که باید چیزی بگه که پادشاه خوشش بیاد گفت قربان دشمنان زیادی که یکیش مثلا شیر سمبل یکی از اون دشمناست گرگ سمبل یکی از اون دشمن ها و ببر و پلنگ و بقیه همینطور به شما حمله خواهند کرد اما به ضرب شمشیر شما همه شکست خواهند خورد و شما بر همه اونها پیروز خواهید شد پادشاه از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد و گفت اگر جولاه دونست که من چه خوابی دیدم احتمالا اون تعبیر و معنی هم که برای خواب من میگه درسته چون همه چیز رو میدونه دستور داد به وزیرش گفت هزار سکه طلا به این جولاهه بدهید به خاطر این کاری که برای ما کرد جولاهه فکر هزار سکه طلا جولاه در سال یه سکه طلا هم نمیدونست در طول سال به دست بیاره حالا هزار سکه طلا از خوشحالی در پوست خودش نمیگنجید در پوست خود نگنجیدن میدونید همه موجودات عالم پوست دارن این پوست ممکنه نازک و نادیدنی باشه یا دیدنی باشه از گیاهان بگیرید میوه ها بگیرید یعنی گیاهان سلول جنس سلول در سطح برگ فرق داره و متفاوته درخت مثلا چوبش با پوست پوشیده میشه میوه ها همینطور و انسان هم همینطور پوست داره حیوانات هم همینطور میدونه از پوست حیوانات ما لباس کفش این چیزا درست میکنیم در پوست خود گنجیدن یعنی جا گرفتن تو پوست خودش جا نمیگرفت انقدر خوشحال بود انگار که بدنش تو پوستش جاش نمیشه میخواد بیاد بیرون از میان پوستش انقدر. حالا این رو به عنوان سمبل خوشحالی به کار میبرن در گفتار و در ادبیات در پوست خودش نمی گنجید و فکر کرد هزار سکه و در تمام مسیری که داشت به خونه برمیگشت به این خوشبختی بزرگ خودش فکر می کرد که حالا هر چیزی که باعث شده بود کسی به پادشاه بگه که این تعبیر خواب بلده همین باعث شد که در واقع جولاه سروتمند و خوشبخت شه و اما مار یادش اومد با مار چه کنم آیا درسته که من 100 سکه طلا رو ببرم بدم به یک مار یعنی چه ببینید این حالت یه که شما نمیدونم حالا دیدید شنیدید قصه ها توی فیلم های وسترن فیلم های وسترن فیلم های که در غرب آمریکا چون وست یعنی غرب در غرب آمریکا فیلم برداری شده مربوط به صد و خورده ای سال پیش که در اون زمان در اونجا یا شدم بیشتر در اونجا وقتی که عدهای میرفتند دنبال گنج یا طلا پیدا میکردن تا زمانی که میخواستند پیدا کنند با هم دوست بودن به محض اینکه پیدا میکردند با هم دشمن میشدند و سعی می کردن هم همدیگر از بین ببرند درست مثل انقلاب ها در انقلاب روسیه در انقلاب فرانسه در انقلاب روسیه مخصوصا وقتی که انقلابیون با هم متحد شدن انقلاب کردند و دیگه پیروز شدن فهمیدن به ثروت رسیدن دیگه به حکومت رسیدند اون وقت که شروع کردن به دشمنی با یکدیگر و کشتن از بین بردن یکدیگر که استالین بر همشون پیروز شد بنابراین این طبع بشره اکثر کسانی هم که شریک با هم میشن تا زمانی که پول در نای بردن خیلی با هم راحت و خوبند به محض اینکه دستشون به پول و سود میرسه اختلافات شروع میشه بشر این طمع رو داره یعنی فکر نمیکنه این فرد میتونست این پول رو به من نده که من فرض کنید کسی من اومده گفته که من بهت پول میدم تو کار بلدی کار کن سودش نیست ولی بعد این مدتی من میگم یا هنیشه. پول داده که داده اونقدر که پول داده من دو برابرش شدن دارم خودم چرا باید بهش پول بدم و تمام اون لطف و محبت اولیش رو فراموش میکنم و فکر نمی کنم که اگر این کار نکرده بود من هرگز پول داره میشدم هرگز کاری ازم برده میامد جولا هم همین حالت بهش دست داد و فکر کرد حالا چرا بعد نصف پولو بده به مار فکر کرد ولی خب اگر ندم اون ماره با من تعارف و شوخی نداره خب بیدون من میکشه نیشم میزنه یه جای قایم میشه من وقتی حواسم نیست به نیش میزنه چی کارش کنم؟ بهترین کار اینه که از بین ببرمش جراه با یک چوب دستی رفت دم سوراخ مارو و گفت جناب مار مار گفت بله دوست عزیز اومدی خوش اومدی احتمالاً ثروت زیادی با خودت آوردی اما به محض اینکه بیرون اومد دید که دوست عزیزش جناب جولاه با چوب ایستاده منتظر مار خیلی زود پی برد که ای بابا این جولاهی میخواد بکشتش به سرعت برگشت توی سوراخش و جولاه که چوب رو بالا برده بود و فرود آورد رو زمین که بخوره به سر مار مار رفته بود و خورد به دومش دومش زخمی شد و درد بسیار زیادی داد جولاه رفت و یک سال با ثروتی که داشت زندگی کرد و خوش میگذرون تا اینکه باز پادشاه خوابی دید و جولاه رو خواست که ای جولاهه تو مرد بسیار حکیم و دانایی هستی بگو ببینم من چه خوابی دیدم و فراموش کردم جولاه بدبخت شد گفت ای داد بیداد من نه تنها سهم مار رو ندادم بلکه مار رو زخمی هم کردم و حالا با چه روی و با چه توانی میتونم برم باز دم سوراخ مار و بهش بگم بیا دوباره این رو تعبیر کن و اگر نرم من که تعبیر خوابه پادشاه رو نمیدونم پادشاه ممکنه بلایی سرم بیاره که تو پارسال تعبیر خواب ما کردی امسال نمی کنی پس باید تو را بگوشید ممکنه همچی اتفاق بیفته و بسیار خطرناکه به هر حال دید هیچ راهی جز این که بره دم لونه ای مار نداره رفت و گفت ای مار عزیزم میدونم توی سوراخ هستی منو ببخش من بد کردم من نامردی کردم من خودم اقرار میکنم چقدر بدم میدونید آدم و وقت وقتی تو موضع ضعف هستن موضع یعنی جایگاه تو یه جایگاه ضعف هستن مهربون میشن و کسانی که از قدیم گفتند حاکمان به وقت معذولی همه شبلی و بایزید شوند یعنی اونای کسانی که حکومت میکنن طرف مثلا تا پارسال در ارتش پاکستان ژنرال بوده حالا پاکستان حکومتش عوض شده این دیگه هیچ کار است اون وقت مهربون میشه آدم تا روز شاید آدم تند خوب و ظالمی بوده به هر حال شروع کرد به اینکه من بدم با تو بد کردم تو مهربانی تو خوبی تو گذشت کن تو بزرگی کن انقدر از این صحبت ها کرد و مار بهش گفت ببین جولاهه من یک بار به تو اعتماد کردم بد دیدم نه تنها سهم منو ندادی منو زخمی هم کردی مگر نشیده که میگن مار گزیده از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود یعنی چه یعنی کسی انگشتش رو کرده توی سوراخی تو اون سوراخ مار بوده و گزیده شده دوباره که انگوش انگشت تو اون سوراخ دیگه نمیکنه تا ابد تو عبد اون سوراخ انگشت نمیکنه اگه بکنه عقل نداره شرط عقل اینه که آدم این کارو نکنه اما به خاطر اینکه این همه زبون ریختی زبون ریختی نیست کلمات خوب گفتی کلماتی که دلخواه منه و من خوشم میاد گفتی میپذیرم ازت و یک فرصت دیگه بهت میدم اما به یک شرط این دفعه هرچه رو که پادشاه بده نصف نمی کنیم. تمامش مال من چرا؟ برای اینکه دفعه قبلی رو تو بردی این دفعه تمامش میشه مال من ما جلاهی گفت قول میدم مار عزیزم به تو قول میدم و مطمئن باش که به قولم این دفعه به طور کامل وفا میکنم اصلا به محض اینکه از قصر پادشاه بیام بیرون یه راست میام سر سوراخ تو و هرچه پادشاه طلا و جواهر داده باشه همه رو میارم خدمت شما دو دستی تقدیم میکنم دو دستی تقدیم کردن یعنی با احترام دادن شما که چیزی رو کتاب رو کسی میخواد با یه دست میتونید بده روی دو دست میدید یعنی خیلی بد احترام قالی دو دستی گفت بهت میدم بر مار گفت بله این دفعه پادشاه خواب دیده که از آسمان روباه و شغال میباره بنابراین تعبیرش این هستش که کسانی که این دفعه با شاه دشمنی خواهند کرد کسانی نیستند که مستقیم بیان به جنگ شاه بلکه سعی میکنند با حقه و کلک با شاه برخورد کنند و آزار بهش برسونند اما شاه بر اونها پیروز خواهد شد جولاه خوشحال شد از مار تشکر کرد و با شتاب و عجله رفت به طرف قصر پادشاه و گفت پادشاه ها جواب شما را بادن گفت بگو ببینم جواب ما چیست ما چه خواب دیده ایم جولاه؟ گفت شما در خواب دیدید که از آسمان روباه و شغال میباره شاه گفت آه آه درست میگی الان به خاطرم آمد چرا که خواب دیده بودم اما بگو ببینم جولاه این خواب تعبیرش چیست جولاه گفت تعبیر این خواب پادشاه این هستش که دشمنان شما حالا دیگه دشمنانی نیستن که با شما مستقیم برخورد کنند بلکه کسانی هستند که با حقه و کلک سعی میکنند شما رو اذیت کنند اما نتیجه این هستش که شما بر اونها پیروز میشید و اونها به نتیجه نمیرسند شاه گفت هزار سکه طلای دیگر به او بدهید هزار سکه طلای دیگر آوردند و دادند به جولاهه و جولاهه باز در مسیر برگشت با خودش فکر کرده ای بابا مار که دیگه دستش به جایی نمیرسه دفعه پیش رفتم بکشمش نشد این دفعه همین که نمیکشمش باید خوشحال باشه پول چیشی بدم این پول رو من خودم شاه به من داده به اون که نداده اونطور که آدم ها معمولن میدونید ناسپاسند و مهربانی ها رو فراموش میکنن وقتی که منافع خودشون در میون باشه جولاهرم محبتهای مار و قولهای خودش رو فراموش کرد و باز پول رو برداشت برای خودش اما مار نیومد سراغش که نیشش بزنه یا اذیتش کنه دوستان خوبم وقت در تموم میشه من قصه جولاه را همینجا نگه میدارم و دفعه بعد دنبال قصه رو تا پایان براتون میگم شب شما خوش خوب بخوابید